درود و احترام خدمت تمامی فعالان حقوق بشر و تمامی عزیزانی که ما را از لایو یوتیوب دنبال می‌کنند. امروز 12 فوریه 2023، 23 بهمن 1401، با فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی اروپا در خدمت شما هستیم. سخنرانان امروز ما بانو سونیا سوارکوب، بررسی قطعنامه استراسبورگ، نخستین کنگره جهانی الحاق مجازات اعدام و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بانو فیروزه ده‌بزرگی، جایگاه زن در اسلام از منظر جمهوری اسلامی ایران، و در آخر بحث آزادی خواهیم داشت با موضوع مدیریت بحران و حق مسکن. در آخر نیز پیشبینی خواهیم کرد فعالیت‌های ما آینده را. خانم سوارکوب لطفاً دستتون رو بریم بالا که مایک رو براتون باز. سلام، وقت بخیر. ببخش صدای من هست؟ بله بله. ببخش من یکم ببخشید صدای من هست؟ بله بله، هم اینترنت هم مشکل داره. بفرمایید بفرمایید. صدتون هست. فراخوان استانبول من تصمیم گرفتم بررسی کنم، نه تنها با قوانین با اصول اساسی ایران، بلکه با کلیه قوانین و مقررات داخل ایران. یکم بحثش طولانیه، من سعی میکنم تا اونجایی که میشه جمع و جور ارائهش بدم. به عنوان پیشگفتار، تاریخ انسان در روند طولانی مجازات مرگ به جایی رسید که خواهان لغو مجازات اعدام شد و آرزومنده که لغو مجازات اعدام همچون لغو بردگی و لغو تبعیض نژادی صورت بگیره. انسان در حال حاضر با آن پایه از درک و شعور رسیده که دریابد حق زندگی یکی از ابتدایی ترین حقوق بشر می باشد و برای آدم راهی جز نفی هر آنچه که این حق را تحقیق می کند نیست. اگر در قرن گذشته اعلامیه حقوق بشر جهانی گردید، لازم است در این قرن اعاده آن جهانی گردد. به دیگر سخن، بعد از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در قرن گذشته، 108 کشور از مجموع 189 کشور عضو سازمان ملل متحد به جهانی شدن نهضت الغای مجازات اعدام به مسابقه چیرگی عدالت بر انتقام پیوستند. در ادامه این نهضت الغای مجازات اعدام، اینک یکی از پیشرفت‌های عضویت در اتحادیه اروپا لغو مجازات اعدام است. بر این اساس نخستین کنگره جهانی لغو مجازات اعدام در تاریخ 21 ژوئن 2001 در فرانسه برگزار کردید و نمایندگان مجامع ملی و بین‌المللی دفاع از حقوق بشر، حقوقدانان، نویسندگان جامعه‌شناسان و بازماندگان قربانیان اعدام در سراسر جهان برای بحث و گفتگو در این مورد گرد هم آمدند. حاصل سخن کنگره جهانی لغو مجازات اعدام قطعنامه‌ای بود که به عنوان قطعنامه استرانسبورگ گامی مهم جهت اعاده حقوق بشر محسوب می‌شود. شرکت کنندگان مجازات اعدام به معنای تیرگی انتقام بر عدالت دانستند و نخستین حق انسانیت که حق حیات و زندگی اوست به عنوان تجاوز به این حق دونستند. هیچ با مجازات اعدام از ارتکاب جرمی ممانعت نکرده. این مجازات همواره اقدامی به مسابقه شکنجه
نهایت عملی وحشیانه رفتاری غیر انسانی و اهانت آمیز به شمار می رفته. جامعه که مجازات اعدام را اعمال نماید نمونه جامعه است که مشوق خشونت است. هر جامعه که به کرامت و منزلت مردم احترام بگذارد کوشش می کند که مجازات اقدام را لغو کند. ما با اظهار خوشنودی متذکر می شویم که رؤسای مجالس قانونگذار اروپا در 22 ژوئن تصمیم به اعلام رسمی جهانی تعلیق اجرایی احکام اعدام گرفتند، تصمیمی که در راستای الغای جهانی مجازات اعدام است. ما خواستار الغای جهانی مجازات اعدام هستیم و به این منظور از شهروندان جهان، حکومت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهیم. به عنوان اولین ماده، حکومت‌ها قوانینی در جهت لغو مجازات اعدام تصویب کنند و عهدنامه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای لغو مجازات اعدام را امضا نمایند. دو، کشورهایی که مجازات مرگ را به مورد اجرا می‌کنند شایسته است آن را از قوانین خود حذف نمایند. کشورهایی که حکم مرگ افرادی که ارتکاب جرم که هنگام جرم نوجوان بودند را به محل اجرا گذارند باید به عنوان کشورهای ناقص فاحش حقوق بین‌المللی شناخته شوند. چهار، افراد مبتلا به بیماری‌های روانی نباید به مرگ محکوم شوند. پنج، کشورهایی که مجازات اعدام را ممنوع اعلام داشتند و یا آن را به محل اجرا نمی‌گذارند در تحویل دادن مجرمین به کشورهایی که مجازات مرگ را اعمال می کنند خودداری نمایند، هرچند که این کشورها تضمین کنند که مجرم را اعدام نخواهند کرد. کشورها موظف به انتشار مرتب و آشکار اطلاعاتی در مورد محکومین به مرگ، شرایط بازداشتگان و چگونگی اجرای حکم می باشند. ما از تصمیم شورای اروپا برای تحقیق و رسیدگی به وضعیت ایالات متحده آمریکا و ژاپن که مجری مجازات اعدام هستند و میخوان به عنوان ناظر در شورای اروپا حضور داشته باشند پشتیبانی میکنیم. آمریکا و ژاپن به خاطر مخالفت با لغو مجازات اعدام حق نظارت در شورای اروپا را ندارند. ما از شورای اروپا و اتحادیه اروپا مصرانه میخواهیم که از دولت‌های ترکیه، روسیه و ارمنستان بخواهد به طور قطعی مجازات اعدام را برای تمام جرائم الغا نماید و در مورد حکم مرگ تخفیف خواهد شود. پنج کشور جهان گوی سبقت و وحشت را از دیگر رو بودن. این کشورها عبارتند و عربستان سعودی. خب مهمترین مسائلی بود که در اون کنفرانس به اجرا گذاشته شد و تصویب شد. سعی میکنم بعد از این بررسی کنیم مجازات اعدام در قوانین ایران، در قانون اساسی و قوانین کیفری. مبنای مجازات اعدام در قوانین ایران از کتاب قرآن، سنت و مقررات اسلامی و البته منابع فقهی شیعه میاد. بخشی از احکام اعدام مربوط به گروهی از مجازات حد شرعی و بخشی دیگر تعزیر است. حالا نمیخوام این بحث رو خیلی بازش کنیم، فقط در این حد من میگم که مجازات حد کیفیت و کمیت اون توسط شرع اسلام تعیین میشه و مراجع قضایی اختیارات در مورد کم و کیف اون نداره و برخلاف این احکام تعزیری هستن. در اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده از حیثیت جان و مال حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مسئول است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. بنابراین امنیت عبارت از اطمینان خاطری که بر اساس آن افراد در جامعه نسبت به جان، حیثیت و حقوق مادی خود بیم و حراسی نداشته باشند. یا به تفسیر آقای بیژن عباسی در کتاب مبانی حقوق اساسی، حق زندگی به لحاظ تاریخی و فلسفی بر دیگر حقوق مقدم است. به این معناست که هیچ کس حق ندارد امکان زندگی را از انسانی بگیرد. حق برخورداری از محاکمه علنی از 365 که دو مورد را اذعان می کند. یک، دادخواهی. اگر شهروندی مورد تعدی، تجاوز یا ظلم و ستم قرار گرفت باید بتواند آزادانه و بدون هیچ مانعی به دادگاه صالح و مستقل و
بیطرف مراجعه نماید و درخواست احقاق حق طرف ظلم نماید. و دو، چنانچه شهروندی در معرض اتهام قرار گیرد باید بتواند در یک دادگاه مستقل و بیطرف آزادانه از خود دفاع کند. برای این دفاع نباید محدودیت خاصی وجود داشته باشد. اگر ابزار و اندیشه دفاعی او مورد توجه قرار نگیرد و دلایل کافی و منطقی بر توجه اتهام وجود داشته باشد که برای دادرسان اقناع وجدانی به وجود آورد و در مقام صدور حکم محکومیت برایند، باید تنها مجازات از پیش تعیین شده در قانون مورد خود قرار گیرد و با رعایت حیثیت و کرامت انسانی اجرا شود. اصل 168، حق برخورداری زندانی سیاسی از محاکمه علنی تا حضور هیئت منصفه را اشاره میکنه. اصل 171، حق برخورداری از دریافت خسارت در مورد اشتباه قاضی یا هر نهاد دولتی در مورد بیان میکنه که در مورد اعدام به خاطر موقعیتی که ایجاد میشه و سلب حیاتی که صورت میگیره این امکان وجود نداره. اتهاماتی که در حکم اعدام برای اونها در نظر گرفته شده در قوانین ایران به 4 گروه اصلی تقسیم بندی میشن: قتل، جرائم جنسی، همچون تجاوز به عنف و زنا با محرم، ارتداد و در نهایت جرائمی همچون فساد فعل است که دامنش خیلی وسیعه و محاربه که به معنی قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی است که نظام اسلامی آن را تهدیدی برای بقا و امنیت خود تلقی کند. لازم به ذکر که در موارد گفته شده فقط تصمیم گیری در مورد قصاص نفس که مرتبط با قتل عمد که در اختیار حکومت اسلامی نیست، به این معنی که اعدام قاتل به جز در موارد استثنایی در اختیار اولیای دم مقتول است و دادگاه در صورت متهم به قاتل تشخیص دهد. درباره مجازات اعدام او رسما نمیتونه اعمال نظر کنه و اجرای خود به شاکی و شاکیان بستگی داره. سه گروه دیگر اعدام ها یعنی جرائم جنسی، ارتداد، نسبت تصمیم و اشد مجازات در قوانین جمهوری اسلامی که اعدام است از سوی دادگاه رسما تصمیم گیری میشه. در مورد فساد فعل است، یکی از مهمترین و پرمسئله ترین عناوین مجرمانه است که قانونگذار در سال 1392 جرم‌انگاری کرد و این اصطلاح را وارد قانون مجازات اسلامی کرد و آن را مستقل جرم‌انگاری کرد. ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 در تحریف فساد فعل چنین میگوید: هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، منظور همون آتش سوزی، پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا ممانعت در آنها گردد یا معاونت ببخشید در آنها گردد بدونه که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور یا ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی یا خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فعل ارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد. برای بررسی حکم مجازات فعل ارض باید به قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد. فصل 9 قانون مجازات اسلامی جدید در ماده 286 خود و تفسیر آن در خصوص این جرم تعیین تکلیف نموده. بر اساس این ماده و تفسیر آن حکم مجازات فعل ارض به شرح زیر است: اعدام در صورتی که فرد مرتکب جرم فساد فعل ارض شناخته شود و قاضی رسیدگی کننده به پرونده قصد ایجاد اخلال گسترده در نظام کشور یا نظم عمومی را از اقدامات او و جرائمی که مرتکب شده احراز کند و همچنین به ایجاد ناامنی، اشاعه فحشا در حد وسیع پی ببرد، حکم اعدام مفسد فعل ارض خواهد کرد.
که البته یه تفسرم داره که به حبس تزویری برمیگرده که حالا مورد صحبت ما نیست. یه سری موارد هستن که در قانون اومده که اعدام برای اونها اجرا نمیشه. اولین موردش حکم اعدام در مورد کودکان زیر 18 سال و زنان باردار مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران موقتا متوقف شود، اما لغو نمیشه. یعنی اگر کودکی مرتکب جرم شود که مجازات آن اعدام باشه، به صورت موقت تا فرد به سن 18 سال برسه در زندان یا کانونهای اصلاح و تربیت ما نگهداری میکنند و پس از آن به جرم اون رسیدگی میکنند یا در واقع اجرای اعدام انجام میدن. طبق کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیست بانتدان پیوسته، اعدام کودکان مجرم ممنوع از ایران در سال 1372 رسما این کنوانسیون رو پذیرفت، مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد از طرف دولت این کشور لازم و رایج نمی باشد. حتی در جای دیگه آقای مجید تفرشی معاون امور بین‌المللی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفتن اعدام کودکان مجرم نقض حقوق بشر محسوب نمیشه، زیرا و انتقاد از جمهوری اسلامی منصفانه نیست، زیرا که وقتی از فردی زیر 18 سال صحبت میکنیم منظور پسران 17 سالی است که دادگاه آنها را بالغ تشخیص داده. اما نظام جمهوری به کرات همین قانون و تفسیر خودش هم نقض کرده. به طور مثال تیرماه 1400 بهاءالدین قاسمزاده 15 ساله در ارومیه اعدام شد. مرداد 1400 سجاد سنجری در زمان ارتکاب جرم 15 سال داشت و مخفیانه در کرمانشاه اعدام شد. حسن رضایی در زمان ارتکاب جرم 15 ساله بود و در دیماه 1199 در رشت اعدام شد. علاوه بر این که اجرای حکم کودکان مجرم مخصوص به پسرها نیست، در مورد دختران زیر 18 سال هم صورت میگیره و گاه هم خیلی دردناکتر و پر از نقص حقوق بشر. یک نمونه یا اون هم به حکم اعدام عاطفه رجبی سهاله، اگر فامیلشون رو درست بخونم، دختر نوجوان 16 ساله که در سال 1383 اعدام شد. به اون میخوام اشاره کنم، پرونده که کلی ابهام داشت و هنوز هم توی بررسی های قضایی توی دانشکده حقوق وقتی در مورد صحبت میکنن خود اساتید هم نمیدونن چی شد و چجوری اصلا به این جنبندی رسن که این شخص رو اعدام کنن. عاطفه رو 3 ساعت قبل از ازدواجش در خانه پدر بزرگش دستگیر کردن و برای بار پنجم محاکمه شد و حکم اعدام گرفت. عاطفه 16 ساله بود ولی با دستگاهی هایی که توی اسناد مدارکش انجام دادن اونو 22 ساله معرفی کردن که بتونن راحت اجرای حکم اعدام رو انجام بدن. عاطفه در زندان بهشهر چندین دفعه زندانی شده بود و در توی محاکمات خودش و بعد از آزادیش گفته بود که دچار یعنی بهش تجاوز کردن و آزار اذیت جنسی انجام شده بود اونجا. اعتراف اجباری ازش گرفته بودن ولی قاضی به هیچ کدام از اینا اعتنایی نکرد. حتی من در موردش مقاله‌ای که خوندم و روزنامه‌ای اون سال که بررسی کردم اسم چند تا سروان رو مشخصا آورده بود که بهش تجاوز کرده بودن. یک بازنشسته سپاه بود که بهش تجاوز کرده بود و فقط در مورد این آقای سرهنگ یا سروانی که بازنشسته بود حکم دادن که ایشون شلاق گرفت، اما عاطفه اعدام گرفت. چند ساعت بعد از اعدام عاطفه عمه و پدر عاطفه اومدن مدارک تحصیلی و شناسنامه این شخص رو رو کردن و نشون دادن که عاطفه 16 ساله بوده نه 22 ساله. چند ساعت بعد از این افشاگری خانواده جسد عاطفه رو بوده شد و هیچ اطلاعی از جسد
تا امروز به دست نیامده. در اعتراضات مردمی 1401 در دادگاه انقلاب مازندران بعد از صدور حکم اعدام برای مهدی محمدی فرد معترض 18 ساله اهل نوشهر اشیا ترکستان 18 ساله و از بازداشت شدگان اعتراض 1401 در این شهر به اتهام محاربه و فساد فی‌الارض به اعدام محکوم کردند. یه مورد دیگه ای که اصولا طبق قوانین جمهوری اسلامی نباید به مجازات اعدام اجراشه حکم زنان باردار محکوم به اعدام. در مورد زنان باردار هم اجرای حکم تا زمان وضع هم و حتی اکثر 2 سال پس از آن به شرط اینکه با تجویز پزشک کودک نیاز به تغذیه شیر مادر داشته باشه به تعویق میافته، اما پس از آن قانون در اجرای حکم مانعی نمی‌بینم. قانونگذار امکان قصاص زنان باردار تنها در محکومیت زن حامل به قصاص عضو جایز دانسته، نه قصاص نفس. با این وجود در اوایل انقلاب شمار زیادی از زنان باردار که عضو سازمان مجاهدین خلق بودند اعدام شدند و بدون دسترسی به محاکمه عادلانه، دفاعیات عادلانه و هیچ چیز عادلانه دیگه. در دهه 60 تعداد زیادی از زنان حامله عضو سازمان مجاهدین خلق و بچه در شکم اعدام شدند. برخی از اسامی آنها عبارتند از آسیه ابراهیم پور، لیلا ابوالاحرار، ثریا ابوالفتحی، مینا انتظاری، رضیه آیت الله زاده هنگام دستگیری باردار بود، در زندان زیر شدیدترین شکنجه ها نوزاد خود را به دنیا آورد و خودش در سال 1367 در جلوی چشم سایر زندانیان به دار آویخته شد. از سرنوشت نوزاد اون اطلاعی در دست بود. زهرا بیژنیار هنگام دستگیری باردار بود، در زندان بر اثر شکنجه سقط جنین کرد و در سال 67 بیماران شد. مورد دیگر در ماده کار فراخوان استانبول به آن اشاره شده در مورد مجرمین با سابقه بیماری روانی. حکم قتل بیماران روانی طبق قوانین ایران ملاکی در قانون برای تشخیص مجنون ارائه شده در ماده 149 آیین دادرسی کیفری این گونه بیان شده: هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون حساب می شود. در واقع قانونگذار جمهوری اسلامی جنون رو نوعی از اختلال روانی دانسته و از اونجایی که قادر به تشخیص خوب و بد نیست اونو فاقد مسئولیت و کیفری میدونه. بیمار روانی به دلیل بیماری ممکنه مرتکب جرم بشه و مسئولیت کیفری نداره، اما در این حال بیمسئولیت هم نیست. یعنی یه سری راهکارهایی ارائه داده که مثل گذاشتن در بیمارستان یا زندانی کردن در بیمارستان‌های روانی خاص که هم از آمار جرائم این گونه اصلا جلوگیری کنه، هم که بتونه کنترل کنه و یک جرم‌انگاری کرده باشه. در ماده 149 از قانون مجازات اسلامی این گونه ذکر شده: هرگاه شخصی در زمان ارتکاب جرم به اختلال روانی دچار باشد مجنون خواهد بود و از آنجایی که فاقد قوه تمیز و ادراک می باشد مسئولیت کیفری نخواهد داشت. با این وجود در این ماده قانونی به عدم مسئولیت این اشخاص هم اشاره شده، اما باید به این نکته توجه داشت در صورت ارتکاب جرم توسط بیمار روانی برخی مجازات های منحصر به فرد و خاصی وجود دارد که مورد آنها قابل اعمال است. در بیشتر مواقع آزادی این افراد سلامت و امنیت جامعه را به خطر می اندازد و می توان مخل نظم عمومی باشد. ساختن برخی از مراکز مخصوص نگهداری این افراد می تواند خطرات احتمالی را به طرز چشمگیری کاهش دهد. آمار جرائمی که توسط بیماران روانی اتفاق می افتد را می توان از این طریق کاهش داد. قانون آیین دادرسی کیفری نیز به این مسئله مجازات بیماران روانی پرداخته و در ماده 202
202 این قانون مقرر شده چنانچه بازپرس پرونده در حین انجام تحقیقات این احتمال را بدهد که متهم در حین ارتکاب جرم مشکل روانی را داشته و مجنون بوده، میتواند تحقیقات لازم را از فرد نزدیک به او و یا سایر افراد مطلع به عمل آورد. سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که یک زندانی با وجود تایید پزشکی قانونی بر ابتلای او به اختلال روانی در اصفهان اعدام شد. در سالهای گذشته کسایی که حالا تا حدودی در ارتباط بودن با پرونده های جنایی، قتل عمد یا قتل مامیسی، یکی از دفاعیات اینه که شخص دچار جنون آنی شده. خب یه چیز پذیرفته شده است به شرطی که پزشک قانونی هم اونو تاییدش کنه. با وجود اینکه جرم انگاری شده و پیش بینی شده در قانون جمهوری اسلامی، در خیلی از موارد دیده شده که با اثبات بیماری و عدم سلامت مجرم، قانونگذار باز هم حکم اعدام اجرا کرده. یه مورد دیگه در مورد اعدام افراد روانی محسن سفری بود که 22 تیر 1400 به دلیل اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شد. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از نزدیکان آقای سفری گفته بود که پیشتر پزشک قانونی ابتلای آقای سفری را به اختلال دو قطبی را تایید کرده بود. اما با این حال او به درخواست سازمان حفاظت اطلاعات نه نیروی انتظامی اعدام شد. یه مورد دیگه که خیلی جنجال برانگیز هست و مستندات درستی هم براش وجود نداره، اعدام های خودسرانه یا قتل های حکومتی که جمهوری اسلامی ید بالا بلندی توی موضوع داره. در عمل مصداق قتله و تفاوت اعدام خودسرانه با قتل عمد در اینه که در اولی به ضرب تسلط در اختیاراتی که دولت داره علنا از فرد سر به حیات میکنه، اما در دومی یعنی قتل عمد فرد یا افرادی به طور پنهانی یا مخفیانه دست به این کار میزنن. این نوع کشتار و قتل بدون دادرسی عادلانه، بدون تشریفات قضایی، بدون در نظر گرفتن و اجرای آیین دادرسی کیفری صورت میگیرد. ایران در اعدام‌های خودسرانه و غیرقانونی و اقتصادی در وضعیت حقوقی ایران در قبال اعدام‌های خودسرانه و غیرقانونی از دو جنبه قابل بررسیه. یکی از نظر نگاه بین‌المللی و میثاق‌ها و پیمان‌نامه‌هایی که در سطح بین‌المللی بسته، مثل تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، مثل میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی که اینو بدون هیچ قید و شرطی تصویب کرد، و اسناد مهمی مثل کنوانسیون چهارگانه ژنو و ماده واحده در 3 آذر 1334 به تصویب رسوند. حتی پروتکل اول و دوم الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو امضا نمود. این اسناد نشون میده حاوی مقررات در حمایت از حق حیات و موازینی که بر اصول محاکمه عادلانه که هر گونه سلب خودسرانه حق حیات را تحت هر شرایطی معنی نماید. لذا از این جهت دولت ایران در قبال جامعه جهانی متعهد به منع و پیشگیری از اعدامهای خودسرانه و غیرقانونی و اقتصادی و حمایت از حق حیات افراد و حفظ آنی باشد. از جنبه ملی و داخلی به هم به این موضوع نگاه کنیم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 22 حیثیت جان، مال، حقوق و مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مسئول دانسته، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. به این ترتیب هر گونه سلب حیات تنها به موجب تجویز قانونی مشروع است. علاوه بر این، مطابق ماده اصل 34 دادخواهی، حق مسلم هر فردی دانسته شده و هر کس می توان به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. بر اساس اصل 36 حکم مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
همچنین برخی از اصول دیگر مثل اصل براءت، اصل 37، حق انتخاب وکیل، اصل 35، ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار و کسب اطلاع، اصل 38، دستگیری افراد به حکم و ترکیب قانونی، اصل 32، و اصل های دیگه هم هستند که در راستای تضمین محاکمه عادلانه مورد شناسایی قرار گرفتن، اما در عمل اجرا نمیشن. شمار دقیق و رسمی قربانیان قتل‌های فراغذایی دولت ایران به دلایلی مثل نبود ادله کافی، ندادن اطلاعات از طرف حکومت قابل پیش بینی نیست. اما نام برخی از این افراد خب این سالها خیلی پررنگ بوده و دولت ایران حتی اونها رو اعدام معرفی کرده و نه حتی قتل یا ترور. از جمله این افراد میتونیم به علی اکبر طباطبایی، وابسته مطبوعاتی پیشین سفارت ایران در واشنگتن، در تیرماه 1359 در پایتخت آمریکا به ضرب گلوله داوود صلاح الدین یا پوست تازه مسلمان شده به قتل رسید. این فرد پس از انجام عملیات به ایران پناهنده شد. عبدالرحمن برومند، رئیس هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران، در فروردین 1370 در پاریس بر اثر ضربات کارت کشته شد. شاپور بختیار، یکی از دیگر اقدامات سازمان یافته جمهوری اسلامی برای قتل مخالفانش بود که در خارج از کشور بودند. برخی از صاحب نظران در چارچوب اعدام‌های فراغذایی قرار گرفت. شومن معروف و فریدون فرخزاد، بازیگر، خواننده و شاعر معترض به حکومت جمهوری اسلامی، در مرداد 1371 در منزل در آلمان با ضربات تاقو به قتل رسید. قتل‌های زنجیره‌ای سال 77 که بین آن نویسندگان، سیاستمداران، شاعران، کشیش، پژوهشگران بسیاری بودند. این نوع اعدام ها و قتل ها هنوز هم ادامه داره. فکران جدید ترین موردش که عملی نشد مورد حمله به مسیح علی نژاد بود که خوشبختانه عملی نشد. تصور میشه که ایران بالاترین نرخ اعدام نسبت به جمعیت در جهان دارد. این کشور بعد از چین از نظر تعداد اعدام ها در رتبه دوم قرار دارد، علیرغم اینکه نظام جمهوری اصرار دارد ارقامی که سازمان حقوق بشر برای میزان اعدام در این کشور منتشر کرده اقرار شده و اعدام ها تنها بعد از یک پروسه طولانی قضایی انجام می شود. اینجا لازمه یادآوری کنیم، هممون می دونیم دادگاه های دو دقیقه‌ای که در دهه 60 صورت گرفت و همچنین دادگاه های معترضین 1401 سال جاری که بعضیشون در کمتر از 5 دقیقه بود. روز پنجشنبه 8 اردیبهشت 1401 دو سازمان حقوق بشری ایرانی و فرانسوی از افزایش 100% اجرای حکم اعدام در ایران پس از سوی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران خبر داد که حاکی از اعدام 333 تن در سال 2021 و افزایش 25% نسبت به سال 2020 سال قبلش میباشد. از سه‌شنبه 31 خرداد 1341 معاون حقوق بشر دبیرکل سازمان ملل در 50مین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل موارد بسیاری از نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را گزارش کرد و اعلام کرد حکومت ایران در 3 ماه اول سال 2022 میلادی دست کم 105 نفر را اعدام کرده. احکام اعدام در خیزش 1401 ایران فهرستی از شهروندان ایرانی است که در پی اعتراضات سال جاری به اعدام محکوم شدند. اعدام ها در پی محاکمه های شتاب زده اجرا شد که مورد انتقاد گسترده سازمان های حقوق بشری قرار گرفت. کمیسرای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد این اعدام ها را قتل حکومتی نامید. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هر آن اعلام کرد که حکومت ایران در سال
2022 میلادی 565 تن شامل 11 زن و 5 کودک را اعدام کرده. ایرنا روز دوشنبه 26 دسامبر در گزارش سالانه در مورد نقض حقوق بشر در ایران گفته اجرای حکم اعدام 88% و صدور این حکم 8% نسبت به سال 2021 افزایش یافته. آمار زیاده در مورد حکم‌های اجرا شده اعدام که هیچ کدومشون دقیق نیستن، میگم به خاطر اینکه ایران اصولا گزارشی ارائه نمیده و اساسا قبول نداره این سازمان ها رو در عمل. اما بررسی این که آیا مجازات اعدام بازدارنده بوده یا خیر، گرچه از ایران نمیشه آمار و اطلاعات درستی به دست آورد، اما در مجموع شاید بتوان گفت اکثریت قریب به اتفاق جامعه با اعدام های سیاسی مخالف هست. اما در مورد سایر اعدام ها اینطور نیست، به خصوص اعدام هایی که برای فروش و قاچاق مواد مخدر. بلای اعتیاد در ایران مخصوص طبقه و قشر خاصی نیست و خانواده که یکی از افرادشون دچار اعتیاد شدن خواهان مجازات حتی اکثری برای متهمانه و اصلا براشون سوال چرا باید این افراد جون سالم به در ببرن. باید داشتون بگیم به دو نکته اشاره کنیم، این که حالا اعدام کردن شخص متهم یا حالا محکوم اون چیز دردی از شما دوا میکنه، به جامعه اضافه میکنه یا نه، و اینکه اصلا حالا با اعدام این افراد تغییر توی آمار ارقام اعتیاد ایجاد میشه یا نه. از سال 1358 به بعد شروع اعمال خشونت غیر سیاسی دولت ایران بود که در رابطه با معتادان و کسایی که متهم به قاچاق مواد مخدر بودند شروع شد و این روند هنوز هم ادامه داره. تعداد معدومین قاچاق یا اعتیاد 10,000 نفر ببخشید بکنم صدای خانم سوارکوب قطع شد، صداشون نداریم. تا خانم سوارکوب بیان من بخش بعدی رو خدمتتون عرض میکنم. خیلی تحلیل بسیار خوبی داشتن راجع به قدنامه استراسبورگ و مجازات اعدام. به بخش بعدی میریم با سخنرانی خانم فیروزه ده بزرگی، جایگاه زن در اسلام از منظر جمهوری اسلامی ایران. خانم ده بزرگی ممنون میشم اگر دستتون رو ببریم بالا و مایکو در اختیارتون قرار بدید. آیا یگانه بفرمایید. عذرخواهی میکنم، من فکر میکنم که اگر دوستان موافق باشن، حالا اینجای بحث که ما شنیدیم خب خیلی سخنرانی خوب و کاملی بود، تا اینکه دوباره ارتباط برقرار بشه یه کوتاه، حالا هم خانم ده بزرگی میتونن در موردش صحبت کنن هم بقیه دوستان. بله اومدن
فکر میکنم که حالا ارتباط که رو بتونیم برگشتن. بس بله کنیم. بله اگر که ارتباط بله قطع شد میتونیم بله درباره همون بحث صحبت کنیم. ممنون، من بله مایک خانم آزاد میکنم. سوار خوب بفرمایید، فقط اگه میشه یه ذره خلاصه و مختصر بفرمایید ممنون میشم. به بقیه بخشان برید بفرمایید. ببخش صدای من هست. بله بله بفهم. من عذرخواهی میکنم از اشکالی که به وجود اومد، من دیسکانکشن شدم، عذرخواهی میکنم. ممنون بفهم. آخرای بس بودم و بفهم. در مورد اعتیاد و محکومین ببخشی کمی پیدا کنم کجا بودم. بفهم. در رابطه با معتادان و کسانی که متعهد به قاچاق مواد مخدر بودند، تعداد زیادی آدم را از سال 1158 به بعد اعدام کردند و این روند ادامه دارد. تعداد معدومین قاچاق یا اعتیاد 10,000 نفر است در سی سال اخیر با یک آمار می شود باطل بودن این مجازات را در رابطه با پیشگیری رشد مسئله و مزدل مواد مخدر در جامعه ثابت کرد. در قبل از انقلاب 5% از جمعیت زندان های ایران را متهمان و مجرمان مواد مخدر تشکیل می دادند. امروز 45% جمعیت زندان های ایران در رابطه با مواد مخدر است و نرخ رشد اعتیاد در ایران بیشتر از نرخ رشد جمعیت است. در مورد متهمان به قتل، سوالی که ایجاد میشه که آیا کسی که مرتکب قتل شده هم اجازه زندگی داره و باید اساساً حکم اعدام براش اجرا بشه یا نه؟ قتل نفس یکی از پدیدترین جنایاته و باید اشد مجازات رو بگیره. سوال اینجاست که کشتن یک قاتل اولا اون فردی که از بین رفته رو برمیگردونه به خانواده، دوم اینکه آیا این درسته که با قتل جواب قتل رو بدیم؟ جامعه خودش مرتکب قتل شود و برای اینکه با اصل این جنایت مخالف است. این رفتاری پر از تناقض و تضاد است، برای اینکه اگر شما میخواهید در جامعه قتل را تخفیف کنید، خود قدرت عامل نمیتواند با ارتکاب قتل قتل را تخفیف کند، چون دارد خودش آن عمل را انجام میدهد. در عین حال هم یکی از دغدغه‌های دولت این است که با اعدام یک قاتل بقیه را از ارتکاب چنین جرمی بترساند. این هم آماری که در سطح دنیا در موردش کار شده نشون میده که مجازات اعدام هیچ تاثیر بازدارندهی بر میزان قتل نفس در جامعه ندارد. این آمار در مورد تعداد زندانیان مواد مخدر و قتل توسط دکتر لادن برومن، جامعه شناس از تاریخ و مشاور ارشد بنیاد عبدالرحمن ارائه شده بود. در دو دهه نخست به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، من اینجا خواستم در آخر چند تا از بزرگاتی که بیشترین حکم اعدام رو دادن و خیلی معروف هستن که این امر رو بیارم و البته احتیاج به معرفی نیست، خیلیشون رو میشناسیم. بزرگاتی چون صادق خلخالی، محمد گیلانی، محمد مهدی رئیس شهری، علی رازنی، ابراهیم رئیسی، مصطفی محمدی، مرتضی اشراقی، حسین علی نیری به نام‌های آشنایی هستن برای مخالفان سیاسی و افکار عمومی ایران. در جریان سرکوب جنبش انقلابی اخیر تا کنون 4 نفر اعدام شدند که با موجی از خشم افکار عمومی و محکومیت بین‌المللی روبرو شده است. نگاهی به گزارش‌ها از دادگاه‌های این 4 نفر و باقی معترضان که به اعدام محکوم شده‌اند نشان می‌دهد که این بار نیز چهره‌های ثابت در قوه قضاییه مأموریت صدور احکام و اعدام برای مخالفان را به دست گرفتند. نسل جدید از قضات مرد که ظهورشان یادآور وقایع دهه 60 است. شیخ صادق خلخالی وقتی حاکم شرق بود نیمه ها با کارگزاران و وابستگان رژیم گذشته را محاکمه میکرد و فورا بسیاری از آنها را اعدام میکرد. این روند در رسیدگی به پرونده های مواد مخدر ادامه داشت تا جایی که باعث عزل او شد.
در نهایت میتوان گفت حکومت جمهوری اسلامی اعدام درمانی را راهی برای بقای خود میداند و بیشتر از اینکه اعدام موضوع و مجازات قضایی باشه، مسئله و مجازات سیاسی و البته با توجه به واقعیت جامعه ناکار آمده. محمد رضا عموزاد رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران است. او حکم اعدام محسن شکاری را به همراه قاضی صلواتی صادر کرد که اولین اعدامی اعتراضات اخیر ایران بود. حکم اعدام آقای شکاری به اتهام محاربه برای بستن خیابان ستارخان و مجروح کردن یک مأمور بسیجی صادر شد. این قاضی همچنین منوچهر مهمان نواز و متهم به محاربه برای آتش زدن بخشداری شهرستان قرچک کرده است. یکی از آخرین احکام صادر شده عموزاده در خصوص حکم اعدام برای نویسنده و نگارگر ایرانی مهدی بهمن به اتهام مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسرائیلی است. عموزاد به همراه قاضی صلواتی حکم اعدام روح الله زم را صادر کرد. هادی منصور قاضی دادگاه انقلاب مشهد او حکم دومین اعدامی اعتراضات اخیر مجید رضا رهنورد را به اتهام محاربه در مشهد صادر کرد. موسی آصف حسینی، من فقط تیتر فقط اسمش رو میگم که وقت کم نیاد. موسی آصف حسینی، اگه ممکنه خلاصه لطفا من بله. علی مظلوم، ایمان افشاری، مرتضی برادی، محمود ساداتی قاضی دادگاه انقلاب شیراز حکم نبید افکاری رو صادر کرد. مراد علی نجف بود دادگاه کیفری اصفهان. محمد مقیسه در اعدامهای دست جمعی زندانی سیاسی سال 67 هم نقش مهم بود. نورالله عزیز محمدی از مشهورترین قضات کیفری که در 45 سال قضاوت خود بیشترین حکم قصاص نفس صادر کرده و حدود 4000 حکم داده. ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید. میدونم کم و کاستی زیاد داشت به خاطر اینکه موضوع اعدام موضوع بسیار وسیعه، از جنبه‌های مختلف میشه بهش نگاه کرد، میشه بررسیش کرد. من سعی کردم در حوزه علمی خودم که آشنایی داشتم تا جایی که تونستم خیلی مختصر و مفید بهش اشاره کنم. ممنونم از شما. سپاس از شما خانم سوارکوب عزیز. موارد بسیار مهمی رو اشاره کردین و مقایسه بسیار دقیقی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام دادین. بنده به شخص خودم اعدام‌های بسیار زیاد اوایل دهه 60 رو بیشتر مورد انتقاد قرار میدم بدون هیچ دادگاه معقولی و این واقعا جای تعصب داره و جوامع بین‌المللی باید بیشتر از همه به این موارد رسیدگی کنن. خانم ده بزرگی عزیز، مایک در اختیار شما. بله، ممنونم از این فرصتی که به من دادید. مجددا سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان و حاضرین در جلسه امروز و سپاس فراوان از اطلاعات بسیار مفید و جامعی که خانم سوارکوب در این مورد بیان کردن. اول من نظر خودم رو در مورد موضوع خانم سوارکوب میخواستم خدمتون بگم، بعد سایر دوستان اگر نظری دارن فرصت رو میدیم به بقیه عزیزان. خب قطعاً جمهوری اسلامی از اساس و پایه و بنا بر جنایت و قتل و اعدام و دروغ و فریب بنا شده و یکی از حکومت‌هایی خواهد بود در تاریخ برای آیندگان که در دوران خودش شاید بیشتر از اسکندر مقدونی، شاید بیشتر از هیتلر، شاید بیشتر از دیکتاتورهایی که ما در زمانهای گذشته ازشون کم و بیش خبر داریم جنایت‌ها کرده، جنایت بشری کرده. و اساساً همونطور که خانم سوارکوب فرمودن، برای ایجاد رعب و وحشت به ابزاری به نام اعدام متوسل میشه، در حالی که از نظر انسانی، اخلاقی و همینطور قوانین بین المللی تمام دنیا و کنوانسیون ها هیچ انسانی حق نداره که نفسی رو بگیره، حتی اگر اون نفس خودش موجب گرفتن
نفس یا زندگی دیگری شده باشه. و چه بسا شاهد این هستیم که در طول این 40 چند سال تمام کسانی که قتل نفس کردند به عمد، حتی به 8 سال زندان محکوم شدن، به 5 سال زندان محکوم شدن یا تبرئه شدن، ولی اون زنانی که برای حفظ تن خودشون، حقوق انسانی خودشون، به اسم تجاوز برای دفاع از خودشون کسی رو حتی ناخواسته نه به عمد به قتل رسوندن، مجددن اینا به اعدام و به مرگ محکوم شدن. و این هست که کلمه محاربه یا کلمه فساد فلعرض فقط در جمهوری اسلامی ایران معنا پیدا میکنه و من فکر میکنم در هیچ قانون اساسی حتی کشورهای عربی یا خاورمیانه همچین کلمه اصلا توی قوانینشون یا توی به اصطلاح اون امورات قضایی کشورشون وجود نداره. باز به معنای همون محاربه یعنی فساد، یعنی جدال با خدا یا حکومت اسلامی که به اصطلاح قوانین خدایی رو میخواد اجرا بکنه، یا فساد فلعرض به معنی همین فساد فلعرض، دولت جمهوری اسلامی متوسل میشه دقیقا برای ادامه جنایات خودش، حکومت خودش، بقای خودش. خب که تا به الان شاهد هستیم که ایران بعد از چین همونطور که اعلام شد هنوز هیچ آمار دقیقی نمیده و اجازه ورود دیدبان حقوق بشر رو نمیده و خودش هم هیچ آماری دقیقی از اعدام‌ها نمیده به بین الملل و به بیرون، در حالی که خودش هم حتی من فکر میکنم هیچ آمار دقیقی نداره، از بس که تعداد جنایت‌هاش زیاد است از دست خودش هم خارج شده. و به همین دلیل هست که ایران دومین کشور اعدام هست در حال حاضر تو بین الملل بعد از کشور چین. و خب امیدواریم که به زودی و اطمینان داریم که به زودی این دولت جنایتکار انسانکش واقعا از ایران خارج بشه و ایران به دست ایران و ایرانی آزاد و با حقوق برابر و با آزادی و رهایی واقعا تمام ایرانیان چه در داخل چه در خارج از کشور واقعا بهش دست پیدا بکنن. سپاسگزارم. من مایک رو رها میکنم موقت، اگر عزیزی دوستی نظری داره فرصت رو بهشون میدم، بعد مجددا سخنرانی خودم اعلام میکنم. سپاس از شما خانم ده بزرگی عزیز. بله واقعا امیدواریم، به مطالب بسیاری اشاره کردیم و مقایسه ایران و چین هم یکی از مطالب مهمی بود که میشه به این توجه کرد. آقای قربانی عزیز مایک در اختیار شما، بفرمایید. خدمت همه عزیزان سلام عرض می‌کنم. من یه سوال داشتم از خانم تارکو، آیا هیچ آماری ما داریم که اگر از ایران الان همه فرسی بشه چند درصد از مردم موافق اعدام هست، چند درصد مخالف اعدام هست؟ سپاس از شما خانم سوارکو. خب همونطور که خودتون هم حتما میتونید، ایران هیچ آماری نمیده، یعنی در ساده ترین آمارهایی که مربوط به موارد جامعه شناسی هم هست تاییدیه درستی نداره، ولی در سطح بین المللی بخوایم نگاهش کنیم قریب اتفاق، همونطور که توی سخنرانیم گفتم، قریب اتفاق مخالف اعدام هستن چون بازدارندگی نداره. اما اگه فقط منظور اینه که ایران آماری بده از جامعه، من متاسفانه سرچ کردم از دوستانی که توی چند تا نهاد کار میکردن سوال کردم و متاسفانه جوابی نگرفتم، ولی چیزی که در حوزه بین الملل تونستم بهش دست پیدا کنم، حالا آمار عددی نه، ولی به طور لفظی اشاره شده بود که قریب اتفاق با قطعهای حکومتی هستن اساساً گرفتن جان مخالف هستن. امیدوارم که تونسته باشم جوابی بهتون داده باشم.
سپاس از شما خانم سوارکوب عزیز بابت پاسخگوییتون. آقای هر قیبی بفرمایید، مایک در اختیار شما. من درود میفرستم به شما همکاران عزیز و همه بینندگان و شنوندگان. اعدام های جمهوری اسلامی جنبه بازدارندگی نداره. اکثر اعدام ها، یعنی شاید بگیم بالای 90% اعدام ها، بحثش سر بقای نظام هست و زهر چشم گرفتن از مردم. یعنی اعدام هایی مثل شخص آقای مجید رضا رهنورد رو که اعدام کرد، این به خاطر چی بود؟ محاربه با خدا؟ کدوم خدا؟ یعنی به خیابون اومد برای با خدا جنگ کرد؟ یا کسی مثل محسن شکاری 4 تا سطل آشغال هم آتیش زده باشه، یعنی خداشون در حد 4 تا سطل آشغاله که باش جنگیده؟ اینا نیست، اصلا به اینا ربط نداره. بحثشون فقط بقای نظامه و زهر چشم گرفتن از مردمه. یک موردی در شهر من تقریبا اگر اشتباه نکنم سال 95 اتفاق افتاد. چند تا سارق بودن، یه طلافروشی رو سرقت کردن. در طرف مقابل خیابون یک شخص سپاهی بود که بهشون گفته بود نکنین این کار رو، نکنین دزدی نکنین. اونام با اسلحه زدن اون سپاهی رو کشتن. اونا رو گرفتن، دستگیر کردن، محاکمه کردن سری و مردم هم طبق معمول گول خوردن و رفتن قشنگ نشستن اعدام رو نگاه کردن، تخمه شکستن، دست زدن و گفتن این آره به خاطر این طلافروشی بود. ولی بحث سرقت از طلافروشی نبود، بحث اون سپاهی بود که کشته بودن. به همین خاطر میگم جنبه زهر چشم گرفتن از مردم رو دارن، جنبه انتقام گرفتن از مردم و حفظ نظامشونه فقط. ممنون که به من گوش دادیم. سپاس از شما آقای ترغیبی عزیز. بله دقیقا واقعا به مورد بسیار مهمی اشاره کردیم. این اعدام به قولی یک خط و نشون و زهرتش گرفتن برای مخالفان و ترسوندن مردمه، ولی خوشبختانه مردم انقدر به این آگاهی رسانی رسیدن و انقدر شجاعتشون به حدی رسیده که بابت این قضایا از حقوق خودشون کنار نمی‌کشن و دوست دارن ادامه بدن و به حقوق خودشون دست پیدا کنن. خانم سوارکوب مجددا بفرمایید، ما طرف داشته. من خواستم اینجا اشاره کنم که تفسیر بعضی از احکام خیلی سخت‌تره نسبت حالا مثل قتل عام. نسبت به قتل عام تعریف محاربه فساد فلعل چون دامنه وسیعی داره خیلی سخت‌تره. و می‌بینیم که حالا کسایی که حکمای سیاسی می‌گیرن، دادگاه انقلاب میرن، اول یا آخرش فساد فلعل و محاربه رو براشون می‌زنن. که اکثر قریب اتفاق حکم ها این ذکر میشه، همینطور که توی حکم های اخیر پخش شد این به این مسئله اشاره شد و خیلی از حقوقدانان و قضات خودشون دیگه به زبون آوردن که هر تجمعی، هر اعتراضی، هر به قول دوستمون هر 4 تا سطل آشغالی آتیش زدنی، هر شلوغی نمیشه گفت فساد فلعرض محاربه با خداست. این تصمیمات عجلانهی که دادگاه انقلاب توی ایران انجام میدن فقط به خاطر ایجاد رعب و وحشته که داریم میبینیم که تاثیر زیادی هم نداره. و یک کار دیگه که حکومت اومد انجام داد اعدام ها در ملاء عام بود. دوستامون هم اشاره کردن که افراد زیادی میان محل اعدام جمع میشن، تخمه میشکنن. چجوری میتونم واقعا جون دادن یه آدم دیگه هر چند گناهکار رو ببینم؟ مگه من بهش جون دادم که من بخوام بالا ازش بگیرم؟ اصلا جون دادن اون آدم چه دردی از من دوا میکنه؟ چه دردی از این جامعه دوا میکنه؟ چی رو عوض کرده؟
چجوری میتونن برن تخمه بشکنن اعدام یه شخص رو نگاه کنن که چی بشه؟ واقعا جمهوری اسلامی توی این 40 سال حکومتش از ما بیمارهای روانی ساخت. و یه اتفاق دیگه هم که توی این اعدام های در ملعام اتفاق افتاد، گفت زشتی این عمل از بین رفت. یک عملی وقتی به کرات تکرار میشه اون زشتیش از بین میره و فکر نمی کنم جمهوری اسلامی میخواست این اتفاق بیفته. الان بگن مثلا فلان جا اعدامه، اول میاسمش میکنن من چرا اعدامه، چی شد که فلانی رو دارن اعدام میکنن، دیگه به زشتی و قشنگیش نگاه نمی کنن و عملا همه میدونن که کار درستی نیست. و فقط همونطور که دوستمونم گفتم، منم در سخنرانی گفتم، حکم اعدام حکم سیاسیه نه قضایی، در خیلی از موارد پشتیبان حقوقی نداره. یعنی بگذاریم از دادگاه تجدید نظر که بیشتر تایید نظرن، اگه در یه دادگاه صالح انجام بگیرن متوجه میشیم که هیچ پشتوانه قانونی، حتی با خود قانون اساسی، قانون جزای کیفری، قانون مدنی، قوانین داخلی ایران که همشون اسلامی هستن، هیچ مطابقت ندارن، هیچ جاش مطابقت نمی کنه. بعضی جرمایی اصلا من دیروز خبری رو خوندم که اصلا جرم نیست، جرم انگاری نشده. چین هراسی، روسیه هراسی، قرار یه روزنامه نگار زده بودن به جرم چین هراسی و روسیه هراسی، اصلا جرم انگاری نشده که شما بخواید توی حکمت این کلمه رو حتی عنوان کنید. مرسی که به این وقت دادی، ممنون. سپاس از شما خانم سوارکوب عزیز. بله دقیقا بیشتر این اعدام ها اکثرا سیاسی هست، نه به خاطر لغو قوانین، به خاطر ایجاد روبو وحدت و زعنی گرفتن از مردم و مخالفین. آقای یگانه عزیز بفرمایید، مایک در اختیار شما. بسیار سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و ممنونم که دوباره مایک رو در اختیار من گذاشتیم. خب دوستان به همه مسائل اشاره کردن و کاملا توضیح دادن، منم یه چیز خیلی کوتاهی به ذهنم رسید که فکر کردم این هم میتونه کمک کننده این باشه که ما بتونیم روزی به جایی برسیم که بتونیم ایران رو، اعدام رو در ایران به قولی متوقف کنیم. و این از اونجای شروع میشه که خانم سوارکوبی، اگر اشتباه نکنم فامیلیشون، در سخنرانی ها اشاره کردن به اعدام نوجوانان. شما ببینید تمام اعدام هایی که در ایران اتفاق میفته، اگر بخواید کامل دلایلش رو بدونید، چه اونی که مواد مخدر هست، چه اونی که آدم کشته، چه اعدام نوجوانانی که زیر سن 18 سال زیر سن قانونی هستن، یا اون بحث ریحانه جباری که یک عضو سپاه پاسداران بهش تعرض و متاسفانه به اعدام محکومش کردن، اگر بخواید تمام این مسائل رو در نظر بگیرید، قریب به اتفاق 99% مشکل از جمهوری اسلامی هست. ببینید اگر که مثلا اعدام توی بخش مواد مخدر انجام میشه یا قاچاق حالا مواد مختلف، نه حالا مواد مخدر، این اعدام ها فقط به خاطر اینه که مردم چاره‌ای به جز قاچاق ندارن، مردم چاره‌ای به جز به قولی درآمد و اون نون شبشون رو از مواد مخدر کردن ندارن. اگر که جمهوری اسلامی بخواد به عنوان
عنوان یک دولت شغل برای مردم ایجاد کنه یک شغل با شرافت رو عوض بکنه با قاچاقبری که هر آن امکان شد که حالا یا کشته بشه واسطه یگانه صداتون بریده بریده میاد بسراتم امکانش هست عوض کنید جاتون ممنون یگانه مثل این که قطع شدن دوستان اگر شخص دیگه نظری یا مورد دیگه ای رو میخواد اضافه کنه نسبت به سخنرانی خانم سوارکوب بفرمایید در غیر این صورت به بخش دوم سخنرانیمون با خانم فیروزه ده بزرگی بله به بخش دوم میریم با سخنرانی خانم فیروزه ده بزرگی با موضوع جایگاه زن در اسلام از منظر جمهوری اسلامی ایران خانم ده بزرگی ممنون میشم که بله سپاسگزارم که مجددا این فرصت رو به من دادین. من اول میام یه به اصطلاح مقدمه رو میگم و یه سری از تحقیقات و پژوهش‌هایی که خودم انجام دادم در مورد جایگاه زن در اسلام به طور کلی و جایگاه زن در ایران باستان به طور کلی اینا رو میایم بررسی میکنیم و بعد میرسیم به جایگاه زن در اسلامی که جمهوری اسلامی در حال حاضر در ایران نسبت بهش به اصطلاح جایگاه داده و تعریف میشه. خب قطعا زنان در اسلام از جنبه های مختلف سیاسی، حقوقی، اجتماعی و درون دینی به معنی یعنی در اقتصاد، تاریخ و فقهی همیشه مورد توجه منابع پژوهشی قرار گرفتن. قرآن هم خب به عنوان کتاب مقدس مسلمانان در موضع زنان و احکام اونها در اسلام سخنان بسیاری رو عرضه کرده. به طوری که در سوره نساء به اسم زن و سوره مریم همچنین به اسم زن نام برده. و در قرآن در آیه 196 همین سوره مستقیما در مورد زنا بیان میکنه و همینطور در متن قرآن در مورد آفرینش حوا نخستین زن و آدم نخستین مرد رو همزمان به اصطلاح بهش اطلاعات داده و در متن قرآن بیان شده. تا پیش از اسلام زنان با مشکلات حقوقی اجتماعی فراوانی مواجه بودند. در فرهنگ عرب جاهلی زنان با ازدواج اجباری، زنده به گور شدن دختران و همینطور قوانین طلاق آسان و محرومیت از ارث مواجه بودند که با ظهور اسلام سعی شد تا این پدیده ها تصحیح بشه. در احکام و حقوق اسلامی بین زنان و مردان تفاوت‌های بسیاری وجود داره. این چیزی که در احکام و در مبانی اسلامی و در خود متن قرآن و همینطور تمام احادیث، روایات و به اصطلاح اسلامدان‌ها یا کسانی که در حیطه اسلام و قوانینش نسبت به حقوق زن و مرد تحقیق میکنن اینو کاملا پذیرفتن و اعتراف و اقرار میکنن که قطعا در این موارد که حالا خدمتون عرض میکنم بین زنان و مردان تفاوتهایی وجود داره و همونطور که هممون میدونیم به این موارد اشاره میکنه. یکی میزان ارث هست، دیه، نفقه، مهریه، حق تعداد زوجات و قیومت و حضانت فرزندان، طلاق، حجاب،
شهادت، قضاوت و جهاد، و اینها قوانینی هستند که برخیشون به نفع مرد و برخیشون به نفع زن هست که در اسلام ازشون به اصطلاح تعریف میشه و هر کدومش به صورت بسیار وسیع میشه راجع بهش بحث کرد، گفتگو کرد و بهش پرداخت. البته در مورد حجاب تا پیش از سال 5 هجری قمری حکم حجاب از سوی محمد یعنی همون پیامبر مسلمان ها ابلاغ نشده بوده و بر اساس آیه 59 سوره احزاب زنان مسلمان برای به اصطلاح باز شناخته شدن این زنان از کنیزان که همواره مورد تعرض قرار می گرفتن، به همین دلیل در به اصطلاح سوره احزاب آیه 59 سوره احزاب میاد تاکید میکنه بر حجاب زنان که تا اون زمان یعنی زمان محمد پیامبر که به دلیل اینکه کنیزان یعنی اون مردم هنوز از مثل امروز برخی از کشورهای مسلمان و عرب نشین هنوز از کنیز استفاده میکردن در امورات جاری زندگیشون و از نظر قانونی یا عرف جامعه خودشون رو صاحب مالک کنیز میدونستن یا برده زن میدونستن که برش هر تعرضی بخوان میتونن انجام بدن. در اون زمان که در سوره احزاب به اصطلاح حالا راجع به حجاب میپردازه که زنان مسلمان باید یک حجاب و پوششی داشته باشن که اونها رو متمایز و متفاوت بکنه از اون کنیزان که مورد تعرض و تعدی مردان در اون زمان قرار نگیرن. و دقیقا همین قوانین به اصطلاح حجاب و تفاوت و تمایز حجاب زنان مسلمان و کنیزکانشون در اون زمان بسیار مورد توجه زنان به خصوص ساکن مدینه قرار میگیره در 1400 سال پیش که تا به امروز همچنان یعنی این ریشه از اون میاد که وقتی به یک زنی میگی که چرا بهت مثلا تعرض شد میگن چون حجابش درست نبود، یعنی این ریشه در اون زمان داره که چون ایشون حجابش درست نبوده اون مرد به خودش حق و اجازه میده که به اون زن تعدی و تعرض و دسترازی بکنه، در حالی که در کنارش قطعا یک تذکراتی هم و آموزش هایی هم برای مرد قرار داده شده که ای مرد تو هم باید از تعرض و تعدی به کنیزکان به زنان و به اون چیزی که در مالکیت تو نیست ممانعت بکنی و خودداری کنی. و این دقیقا از همون ریشه میاد که تا به امروز حتی من همین الانم که در اروپا هستیم و با زنان مسلمانی که گفتگو میکنم در اطرافم در مورد اسلام، اعتقاد و حجاب 100% این زنان بر این عقیده هستن که حجاب مسئولیتشون هست و این در حالی که از طرز فکر بسیار غلط و اشتباهی هست که چه بسا چه زنانی که از نظر عفت و پاکدامنی و چه از نظر قلبی و چه از نظر پوشش ظاهری و فیزیکی و بدنی کاملا با حجاب بودن، کاملا پوشیده بودن، ولی هنوز مورد سوء استفاده و تعرض مردان و جنایت به اصطلاح اون متجاوزین اطرافشون قرار گرفتن. و این خود این موضوع برای من جالب بود که این اعتقاد زنان امروز برداشتن حجاب که جمهوری اسلامی هم شعارش هست و همه جا روی دیوارها می‌نویسه که حجاب مسئولیت است، از همین به اصطلاح سوره احزاب میاد که اون زمان خطاب به زنان میگه که شما باید حجابتون رو بیشتر کنید یا متمایز کنید با کنیزکان که هر مردی به خودش اجازه تعدی و تجاوز به شما رو نداشته باشه، در حالی که واقعا توی عمل همچین چیزی نیست. مورد دیگه ازدواج هست که امری مهم و قابل توجه در اسلام هست که اسلام به خانواده، ازدواج و تشکیل و بقای خانواده و
فرزند آوری از همون مرد و زنی که با تشکیل خانواده به اصطلاح پیش میاد بسیار اهمیت میده و اونم بحث بسیار مفصلی داره و راجبش بسیار روایات، احادیث و حتی اسلامگرایان و محققین و پژوهشگران اسلام راجبش نوشتن. و همینطور در موردش احکام جزایی و کیفری بسیاری بیان شده که مثلا یک زن و مردی که در ازدواج یا عقد نکاح اسلامی هستن به اصطلاح زنا نباید بکنن، تجاوز نباید انجام بدن یا انجام بشه بهشون، یعنی در اون مورد هم بسیار قوانین احکام جزایی و کیفری برش به اصطلاح گفته شده و نوشته شده. و من یک جایی به این جمله رسیدم که نوشته بود این احکام جزایی و کیفری برای زنان نسبت به مردان در همان گناه کمتر است. و این معنی و جمله رو نظر شخصی من هست که واقعا اینجا هم اومده، حالا بعد در ادامه خدمتون میگم که موارد دیگه شو، اینجا اومده به مردان هم یک جوری نابرابر و تبعیض‌آمیز نگاه کرده. و اگر یک مرد یا یک زنی در یک کار مشترکی یا در یک راه مشترکی دچار تخلف یا اشتباه میشن، چرا باید نابرابر مجازات بشن؟ و اینجا هم من میام یک دفاعی از مرد میکنم واقعا که حتی در مجازات هم نباید چه مرد چه زن نابرابر به اصطلاح جریمه بشن. و این واقعا حالا از نظر اعتقادات انسانی و واقعا حقوق بشری یک تبعیضی نسبت به مردان. خب اینم از مواردی که در اسلام اومده. باز در اسلام فاطمه، مریم، آسیه و خدیجه رو به عنوان چهار همسر بهشتی نام برده و برشون بسیار ارزش و ارج نهاده و همینطور امهات المؤمنین رو بیان کرده. امهات المؤمنین به فارسی یعنی این که مادران مؤمنان. و بعد از خدیجه محمد پیامبر با 12 زن دیگر ازدواج میکنه که آیه 6 سوره احزاب همسران محمد رو به امهات المؤمنین یعنی مادران مؤمنان خطاب میکنه و بر دین به اصطلاح و این اساس بر ازدواج اونها رو حرام میکنه، یعنی این 12 یا 13 سن که جای دیگه بیان کردن 11 سن، اینم اختلافات به اصطلاح تاریخ نویسان هست، اختلافات نظرشون که در جای بیان کردن 13 سن و در جای بیان کردن که پیامبر محمد پیامبر 11 زن به اصطلاح اختیار میکنه. و افراد دیگه هم حتی بعد از مرگ پیامبر محمد پیامبر اجازه نداشتن با این زنان ازدواج کنن. و احکام فقهی اختصاصی محمد در دین اسلام مربوط به ازدواجش هست که به اصطلاح تا به الان در تمام قوانین و احکام ازدواج اسلام محمد به اصطلاح استثناء بوده، ولی تا به امروز در قوانین شریعت و شرعی اسلام این هستش که هر مردی به اصطلاح اجازه داره که 4 همسر دائمی رو اختیار بکنه. و خب با توجه به اختلافات نظر باز بعضی از مواردهای مختلف اعتقادات اسلامی مثل حنفی، حنبلی، شافعی یا شیعه به اصطلاح نکات ریزی بینش اختلاف نظر دارن در مورد همین موارد ازدواج که 4 همسر دائم میتونه هر مرد اختیار کنه، هر مرد مسلمان، و بی نهایت همسر به اصطلاح عقدی موقت یا صیغه‌ای. و اینهایی رو که من دارم خدمتون اعلام میکنم یا بیان میکنم واقعی هست، مستند هست و اون چیزی هست که شما توی کتاب ها، توی روایت ها و توی تمام نوشته های به اصطلاح تاریخ نویسان محقق اسلامی میتونید بهش دسترسی پیدا کنید. و
6 نفر از زنان به اصطلاح محمد پیامبر اهل قبیله قریش بودن، 1 نفر از بنی اسرائیل بوده و بقیه شون از قبایل مختلف عرب بودن. خب دلیل، حالا محمد هم اینجا بیان میکنه که علت ازدواجش با این تعداد زوج این بوده که، و تعداد زوجها این بوده که به دلایل سیاسی، امنیتی، مصلحتی که اون زمان خب اعراب بسیار بینشون جنگ اتفاق میافتاده، حالا بر سر آب بوده، بر سر دام بوده، بر سر زمین و سرزمین و منطقه بوده، یا به هر دلیلی که حالا بهانه یا واقعیت دلیل ازدواج محمد با این 13 زن مصلحتی و به اصطلاح سیاسی عنوان شده. عایشه خب کم و بیش هممون به گوشمون خورده که جنجالی ترین همسر محمد بوده و حتی 50 سال بعد از مرگ محمد زندگی میکنه و در وقایع تاریخی بسیار حضور فعالی داشته، به طوری که رهبری جنگ جمل رو که جنگ داخلی مسلمان ها بوده که با حضور علی ابن ابی طالب بوده، عایشه هم درش نقش بسزایی داشته. ام سلمه یکی دیگه از زنان محمد بوده که در زمان حیاتش وظایف سیاسی و رهبری زنان رو به عهده داشته و به محمد مشاوره های سیاسی میداده. خب میبینیم که حتی در زمان خود محمد پیامبر هم در اون دوره با نام زنان مشخصی که در اون دوره به عنوان همسر یا خاندان نزدیک محمد بودن نقش بسزایی در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، حتی آموزشی، تحصیلی، اجتماعی، خانوادگی اون زمان نقش مهمی داشتن. قوانین اسلام نسبت به تحصیل زنان هم محدودیتی هیچ محدودیتی وضع نکرده و بر اساس آمارها و زندگینامه‌ها و تصاویرهای اسلامی در دوران تاریخ اسلامی زنان همواره مشغول تحصیل و فراگیری قرآن بودند و به طوری که محمد خودش به تحصیل سواد و خواندن و نوشتن و زنان خود حتی به کنیزانش تاکید می‌کرده و همیشه طلب علم رو بر همه مسلمان‌ها چه زن و چه مرد واجب شرعی می‌دونسته و به همسرش حفصه یه همچین نامی داره، خانه ای رو میده که دیگر همسرانش رو در این خانه به عنوان مکتب یا مدرسه علم و سواد بیاموزه. حتی در منابع دیگه ذکر شده که مردانی هم در حضور این زنان به اصطلاح از علم و به اصطلاح سواد آموزی میتونستن برخوردار باشن، حضور داشتن در این به اصطلاح مکاتب یا خانه هایی که به عنوان حالا مدرسه اون زمان توسط زنان محمد پیامبر یا خاندانش تشکیل می شده و بهشون فقه و قرآن و به اصطلاح سواد حتی خوندن و نوشتن می آموخته، به اصطلاح تاریخ نشون میده که مردانی هم در اون جلسات میتونستن حضور داشته باشن و استفاده ببرن از اون جلسات. خب البته زنان مسلمان علاوه بر حوزه تحصیل و تدریس در موضوع خواندن و نوشتن به نقل حدیث در متن قرآن هم مشغول بودن، به طوری که علی شیرازی، یک نویسنده یا تاریخ نویس فکر میکنم باشه، نام 68 زن حدیث شناس و حدیث شناس مسلمان و همینطور صادق اردستانی که نویسنده هست یا تاریخ نویسی هست که نام 150 زن دانشمند رو در سده نخست هجری به اصطلاح قمری زندگی می کردن نام برده و به اونها اشاره کرده. خب پس از صدر اسلام به دلایل سیاسی، حکومتی، اجتماعی تا به امروز در طی گذر تاریخ این 1400 سال، حالا با اون نابرابری حقوق زن و مرد یا بعضی از به اصطلاح امتیازات و توجهاتی که خود محمد در زمان خودش به زنان میداده،
در این حال به نظر میاد که برای اون عرب‌ها و برای اون به اصطلاح مردمی که از نظر جغرافیا در سرزمین شام یا در سرزمین عربستان امروزی ساکن بودن، این قوانین بسیار خوب بوده، این قوانین بسیار کارآمد بوده، چرا که در اون زمان، حالا بعد در ادامه ذکر میکنم خدمتون، هنوز عرب‌ها به دلایل اون پیشینه و گذشته که تاریخچه‌ای که از تمدن، از فرهنگ که ایرانیان برخوردار بودند که ساکن در منطقه فارس یا پارس و آریایی بودند، عرب‌ها از این تاریخچه و گذشته برخوردار نبودند. بنابراین با آمدن اسلام و این قوانینی که به اصطلاح محمد کم کم وضع می‌کنه و یک سری از قوانین رو برای عرب‌ها تغییر میده، قطعاً یک توسعه و یک فرهنگ و یک به اصطلاح بستر بسیار انسانی تری برای بخصوص زنان جامعه اون سرزمین باز میشه، که میتونن تحصیل کنن، که میتونن دختران زنده به گور نشن، که میتونن بیشتر در به عنوان انسان شناخته بشن، بهشون ارج و قرب داده بشه، که میتونن در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، حتی نظامی و جنگی در دوران اسلام یا در دوران محمد و بعد از اون به فعالیت بپردازن و به نسبت از حقوق انسانی خودشون برخوردار بشن. پس از صدور اسلام به دلایل سیاسی، حکومتی، اجتماعی، انزوای زنان مسلمان در دوره‌هایی سبب شد تا آگاهی آنان نسبت به حقوق خودشون محدود بشه. و این رو متاسفانه در طول این دهه های اخیر به خصوص یا سده های اخیر به خصوص با خوندن تاریخ بیشتر میتونیم بهش پی ببریم. و روند تحصیل زنان دچار دگرگونی میشه و باعث میشه که به خصوص در منطقه خاورمیانه همچنان فرصت تحصیل زنان به مراتب از مردان عقبتر بشه. و تا اوایل دهه 1960 میلادی با مخالفت‌هایی همراه میشه، یعنی تحصیل و فعالیت زنان در خاورمیانه. در این حال به خصوص اون جهادی‌های داعش و القاعده شکل میگیره که به طور کلی با تحصیل زنان مخالفت میکنن و این کار رو بی‌عفتی میدونن، که تا به الان بعد از گذشت شاید همون 1400 سال از پیدایش اسلام، همون داعش و القاعده و الان طالبان که اعتقاد، یا حتی جمهوری اسلامی که حتی با اعتقاد بسیار شدید به موازین اسلامی و دینی، خودشون هم این به اصطلاح قوانین اسلامی واقعی و پیامبرگونه خودشون رو هم به قهقرا بردن، به انحراف کشوندن و تازه همونم برای زمان خودش نابرابری حقوقی زن و مرد بوده، ولی با پیدایش القاعده، با پیدایش داعش، با پیدایش طالبان، با پیدایش جمهوری اسلامی، این حکومت ها که به ظاهر میخوان انسان رو به راه راست و سعادت بشری به اصطلاح براشون فراهم بکنن و پیش ببرن، همونطور که هممون میدونیم فقط بحث قدرت و پول و دیکتاتوری و بقا هست، که به همون اسلام و اعتقادات مردم منطقه میان این بهانه رو پیش میکشن و متاسفانه هنوز هم حقوق اساسی و حقوق اولیه انسانی زنان رو زیر پا سرکوب میکنن، به طوری که بیان میکنن که بله تحصیل برای زنان بی‌عفتیه. و خب از تقریبا یک سال و نیم گذشته که طالبان وارد افغانستان شد، صراحتاً تو رسانه ها داریم میبینیم که تمام دختران رو از مدرسه، از دبیرستان، از دانشگاه، از جامعه، از فعالیت های اجتماعی، چه بسا سیاسی، همه رو به اصطلاح کنار گذاشته شدن و 100% باهاشون دارن مخالفت میکنن و فقط شده یک حکومت بالای 100% مردسالانه و چه بسا دیکتاتورانه و به اسم اسلام و قرآن و شریعت، در حالی که اگر
یک انسان بیطرف مثل ما بخوایم داخل این اسلام واقعی که بر به اصطلاح بر نوشته تاریخ نویسان یا پژوهشگران به دستمون رسیده تحقیق و مقایسه بکنیم، میبینیم همون اسلام واقعی که حالا ما نمیدونیم واقعا تو اونم تحریف شده دستکاری شده یا نه، ولی همین که به دست ما رسیده که وجود داره، حکومت‌های امروزه پایبند همون قوانین اسلام و حقوق زنان به اصطلاح در راستای اسلام و مسلمان ها نیستن متاسفانه. آمارها و تحقیقات نشون میده که زنان مسلمان عربستان در آموزش های عالی در چند دهه های اخیر گام هایی برداشتن. در قطر، بحرین، ایران، افغانستان که البته قبل از ورود طالبان و در دهه‌های اخیر یک مقداری به اصطلاح رشد داشتن. خب اینم این قسمت رو که میام یکم بیشتر توضیح میدم چون تناقض داره با اون بحث قبلی، این هم دقیقا به دلیل همون مبارزات داخلی زنان عربستان بوده، به دلیل مبارزات داخلی زنان افغانستان بوده، به دلیل مبارزات داخلی زنان ایران و خاورمیانه بوده که تا دهه‌های اخیر حتی آماری که از به طور مثال کنکور دانشگاه‌های ایران ما دریافت می‌کردیم، دختران بالای 60% ورودی دانشگاه بودن و پسران مثلا ورودی دانشگاه هاشون نسبت به جمعیت دختران آمار کمتری رو نشون میداد، که البته همین هم باز میتونم در یک پرانتز اشاره کنم، همین هم حقوق نابرابری نسبت به مردان و پسران هست، به دلایل اینکه پسر از تعریف جمهوری اسلامی یا اسلام باید ناناور خانواده باشه، باید 2 سال سربازی بره و خیلی موارد دیگه که اینجا هم یک ظلمی به واقعا به حقوق مردان و پسران در جامعه ایران به خصوص میشه که میتونه این نابرابری حقوق رو برای مردان و پسران در ایران رقم بزنه، در این حالی که نابرابری حقوق برای زنان یا دختران وجود داره برای تحصیلات دانشگاهی، یک نابرابری حقوق و انسانی هم برای مردان وجود داره که اونها رو به اصطلاح موظف به اسم سرپرست خانواده، به اسم ناناور خانواده مجبور میکنه که از ادامه تحصیل باز بمونن، مجبور میکنه که 2 سال سربازی برن باز از ادامه تحصیل یا دانشگاه پیش رفتن یا فعالیت های اجتماعشون باز بمونن، و این هم برمیگرده باز به همون قوانین داخلی اجتماعی یا حکومتی جمهوری اسلامی که حقی رو از دو جنس به اصطلاح مرد و زن در داخل ایران زیر پا واقعا از بین میبره. این مقدمه بود در مورد حالا اسلام و قوانینش که خیلی میشه بیشتر راجع به صحبت کرد که حالا در وقت کم ما امکانش نیست. من میام برمیگردم به یک تاریخچه کوتاهی در مورد ایران، نه در مورد اسلام یا در مورد سرزمین اسلامی یا حکومت اسلامی. خب قطعا ما هممون قبل از این که از هر گویش و زبان و قوم و قسمت جغرافیا یا سرزمین داخلی ایران باشیم، قبلش ایرانی هستیم و هممون به این فکر میکنم ایمان داریم و اعتقاد داریم، حالا کرد باشیم، لور باشیم، فارس باشیم، عرب باشیم، هر چیزی، ترکمن، هر چیزی. خب یک سرزمین پهناوری به نام ایران که اجداد ما از اونجا میاد و ما هم حالا خواسته یا نخواسته در این سرزمین جغرافیایی متولد شدیم، ایرانی هستیم. من میام یک تاریخچه کوتاهی رو از گذشته ایران بیان میکنم و اون رو مقایسه میکنیم با این قوانین به اصطلاح اسلامی که گفته شد و قوانین حاکم در جمهوری اسلامی در حال حاضر. در ایران باستان در اوستا همه جا نام زن و مرد در یک ردیف ذکر شده و کارهای دینی حتی که میبایه زنان و مردان مانند هم به آن میپرداختن یکسان بوده و سن بلوغ زن و مرد یکسان و 15 سال بوده. یعنی از نظر شرعی به اصطلاح اعمال دینی اون زمان یا از نظر اینکه یک انسان به صورت یک انسان بالغ عاقل یا دیگه کودک نباشه، از نظر حقوق اجتماعی، حقوق انسانی، حتی جزای حقوقی در زمان ایران باستان 15 ساله به اصطلاح یک انسان به این
درجه می رسیده. در روم و یونان باستان زن جز دارایی و اموال مرد بوده. حتی می توانسته طبق قانون آن زمان به عنوان برده به فروش بره. در سال 1586 میلادی در اروپا و فرانسه نشست بزرگی برپا میشه که بررسی کنند که آیا واقعا زن بشر هست و حقوق انسانی دارد یا خیر. و این در حالی بود که در سرزمین ایران زن چنان جایگاه والایی داشته که حتی همکنون در برخی از کشورهای متمدن امروزی دیده نمی شود. من الان خودم توی سوئیس دارم زندگی میکنم، تقریبا 6-7 سال هست. با توجه به شناختی که یک سری از قوانین اجتماعی و شهروندی این کشور یافتم، توی این کشور به اسم دموکراسی و حالا سوئیسی که توی دنیا میگن از هر جهتی یک سوئیس وجود داره، هنوز برابری حقوق زن و مرد 100% وجود نداره و در بعضی از شرکت‌ها، در بعضی از قوانین، حتی قوانین نوشته شده، حقوق و دستمزد کاری زنان 20% از مردان کمتره. ولی این در حالیه که در زمان ایران باستان 100% برابری حقوق زن و مرد وجود داشته. برابری دستمزد زنان و مردان، توانایی گزینش همسر، رسیدن به پایگاه بزرگ روحانی، سرپرستی کودک، آموختن دانش‌های گوناگون، انجام ورزش‌هایی مثل تیراندازی، شکار، سوارکاری، شمشیرزنی، چوگانبازی و سایر، و حتی داشتن مرخصی زایمان برای مادران و حتی داشتن حقوق برابر در سایر موارد جزء حقوق زنان در زمان ایران باستان به شمار می رفته. پوراندخت و آزرمیدخت از شاهانی بودند که در دوره ساسانی جایگاه سیاسی داشتند و ملکه بودند، پادشاه اون زمان بودند. همواره برابری کارها در همه امور برای زن و مرد مورد توجه بوده و تنها بزرگی زن و مرد رو در درستی، نیکی و مهربانی می‌دانستن. دکتر ساموئل لنگ یک دکتر به اصطلاح ایرانشناسی هست که فکر می‌کنم آلمانی باشه. در مورد جایگاه زن در ایران باستان می‌گوید بهترین نشانه تمدن و دلیل لیاقت ملتی حالت و مقام زن در میان آنان است. در جامعه‌ای که مردان آن زنان خود را پست و زبون و محکوم از حقوق مدنی می‌دانند، دلیل پستی و زبون آنهاست. جامعه‌ای که افراد آن به مقام حقیقی زن پی نبرده باشند، روح نجات و نیکی اخلاق در آنها خفته است. احترام زن و شرکت او در حقوق اجتماعی دلیل تربیت و علامت تمدن یک ملت محسوب می شود. در سده 16 همونطور که اشاره کردم در سال 1586 با نشست فرانسه برای بررسی به رسمیت شناختن زن به عنوان انسان به اصطلاح شکل می گیره که همون انقلابای فرانسه و انقلابای زنان فرانسه از همون جاها به اصطلاح نشأت می گیره که تا به الان انگلیس و فرانسه و اروپا وقتی زنان به حقوق دموکراسی و برابری و آزادی خودشون دست پیدا می کنن، این منشأش از اون اجدادی میاد که گذشتگانشون برای فرزندان و نسلهای آیندهشون که امروزه با ما هم دوره زندگی و تاریخی هستن جنگیدن. همونطور که ما الان داریم برای آزادی و برابری حقوقمون برای خودمون و برای آیندگانمون می‌جنگیم. هنری هشتم خواندن انجیل را برای زنان و مردم طبقات پست قدغن کرد و این تنها در سال 1870 میلادی، یعنی خیلی وقتی هم نیست، شاید چیز حدود 200 سال پیش. در انگلستان شلاق زدن زنان در ملای ها ممنوع میشه. حتی در سده 19 میلادی زنان انگلیسی و فرانسوی آنقدر پست به شمار می رفتند که دو زن رمان نویس با نام مردانه جورج ایلیوت و جورج ساند رمان و نوشته های خود را چاپ کردند تا کسی نفهمد که این نویسندگان زن هستند. دختران از اینو داشته باشین. حالا برمی گردیم به ایران. دختران از کودکی مانند پسران از امکانات آموزشی و ورزشی و تفریحی و
تفریحی برابر و حتی حق انتخاب همسر خود را داشتند. حتی زنان حق سرپرستی کودکان خود را داشتند و به طوری که در نبود شوهرانشان در هر کاری در امورات زندگی کار اونها رو پیگیری میکردن. گواهی و شهادت زن در جایگاه عدالت قابل قبول بوده، در جایگاه سیاسی و اجتماعی و همینطور نظامی. حتی در شاهنامه بسیار نام زنانی رو میتونیم ببینیم که با پهلوانانی به اصطلاح به اصطلاح مبارزه میپرداختن، یا در حدی که همون ورزش های پهلوانی و ورزش های به اصطلاح زورخانه‌ای که از باستان ایران میاد، زنان نامی هم در به اصطلاح کتاب های تاریخی شاهنامه فردوسی ازشون نام برده شده. یعنی میخوام اینو بگم که ببینیم ما کجا بودیم و به کجا رسیدیم. و متاسفانه وقتی که ایران با ظهور اسلام و به خصوص با ظهور انقلاب اسلامی در سال 57 یک اصلا برگ دیگری تاریخی وارد ایران میشه، اصلا ما نیازی به اسلام نداشتیم، ما نیازی به قوانین اسلامی نداشتیم. ایران و ایرانی خودش سعادتمند بوده، ایران و ایرانی خودش تاریخچه داشته، تمدن داشته، حقوق برابری زن و مرد در تمام ابعاد زندگی داشته. و وقتی که یک جامعه از حقوق برابر انسانی برخوردار باشه، همطور که خانم سوارکوب گفتن، بیمار روانی نخواهد داشت، بزهکار و جرم و جنایت درش کمتر خواهد بود، مجازات و تنبیه درش کمتر خواهد بود یا نخواهد بود. چرا که وقتی ریشیابی میکنی که علت و دلیل اون جرم و جنایت چی هست، اگر سالم، انسان سالمی هستی، باید منع بشی، باید جریمه بشی، باید پاسخگو باشی به اعمال اشتباهت. اگرم بیمار روانی هستی، درمان بشی یا ریشه یابی بشه. که همونطور که واقعا داریم میبینیم، متاسفانه در جوامعی که از سلامت آموزشی، از سلامت اجتماعی، از سلامت روانی انسان‌ها بیشتر برخوردار هستند، قطعاً جامعه هایی هستند که بیشتر رشد می‌کنند، بیشتر برابری، برادری، مهرورزی، امنیت، آرامش و رفاه برای افراد و ساکنین اون جامعه فراهم هست. و خب در مقایسه با این دوتا مواردهایی که من حالا ذکر کردم، وقتی که برمیگردیم به جمهوری اسلامی که زن چه مقام و چه جایگاهی در اسلام یا ایران اسلامی امروز داره، میبینیم که چقدر نقض هست، چقدر اختلاف هست. و به همین دلیل هست که واقعا انقلاب زنانی که در حال حاضر در پیش رو هست، در اتفاق هست، داره انجام میشه، به همین دلیل هست که برگردیم به همون برابری و برادری و مهرورزی ایرانیان واقعی که از کهن، از گذشته، اون تاریخچه که ما داریم بهش دوباره دست پیدا کنیم. این مهم هست. خیلی سپاسگزارم از فرصت و وقتی که به من دادین. اگر نقطه نظری یا موردی هست که بخواین بیان کنید، خوشحال میشم بشنوم. من مایک رو رها میکنم. سپاس از شما خانم دهبزرگی عزیز. سخنرانی بسیار زیبایی بود. از پایه و اساس اسلام جایگاه زن رو توضیح دادیم و اون رو مقایسه کردیم با ایران. به شخصه خودم معتقدم که این نقض حقوق بشر در جایگاه زن، چه در اسلام و چه در ایران، و نقض حقوق بشر نه تنها فقط برای زن و برای پسرها و آقایون، خیلی آشکار و واضحه و باید به این موارد چه در آینده و چه در حال حاضر رسیدگی بشه و بررسی بشه با جوامع بین المللی. آقای ترغیبی عزیز، مایک در اختیارتون بفرمایید. من درود مجدد دارم خدمت همه همکاران و سپاسگزارم از بانو بزرگی گرامی که همچین سخنرانی خوبی داشتن. من
یک موضوعی رو عنوان کنم از ابتدای سخنرانی ایشون. اولش یک موضوعی رو خارج از بحث میگم. متاسفانه ما یک سری اصطلاحات، یک سری کلمات رو فقط بهمون گفتن، یاد گرفتیم. مثل اینکه از ابتدا بهمون گفتن زمین گرده، کرویه. ما یاد گرفتیم. خیلی از ماها شاید ندونیم چرا گرده. ولی شواهدی هست برای گرد بودنش. مثل اینکه نگاه میکنیم از موقع ماه گرفتگی سایه زمین میفته روی ما، به خوبی مشخصه که زمین گرده. یا تغییر فصل ها، اینکه زمین به دور خورشید میچرخه، یا به چشم نگاه میکنی در یک جای خلوت به وضوح میبینی که یک کره بزرگی است و یک کره از اتمسفر روی این کره زمین ما قرار داره، حداقلش به چشم است. یک موضوع رو خانم ده بزرگی گرامی بیان کردن به اسم عرب جاهلیت. به نظر من اینو ما از بعد اسلام بهمون یاد دادن. شما نگاه میکنید هر کجا تعریف میکنن، حتی خود عربان میگن عرب جاهلیت. قبل از اسلام جاهلیت بوده. به نظر من همچین نبوده. دخترانشون چار میکردن، نمیدونم میکشتن، فلان میکردن، همچین موضوعی نبوده. شما به یک نمونه فقط اشاره میکنم، خودتون فکر کنین. اگر اون زمان دختر رو چال میکردن و هیچ حق و حقوقی نداشت، خانم خدیجه همسر محمد چیکاره بود؟ مگر یک تاجر نبود؟ مگر یک بازرگان نبود؟ مگر سفرهای زیادی نداشت؟ خودشون هم میگن اینو. پس کجا این اعراب جاهل بودن؟ اعراب اون زمان بستگی به منطقه جغرافیایی بر اساس اون آب و هوایی که داشت لازم بوده از یه جایی بلند بشن، کوچ کنن یه جای دیگه برای ادامه حیات خودشون. ما در بدنمون میلیاردها سلول داریم که هر سلول برای بقا می جنگه، که نتیجهش میشه بقای من با میلیاردها سلول. اون سلول خودشو حفظ میکنه که من در نتیجه حفظ بشم. اعراب هم همچین بودن، چون شرایط آب و هوایی منطقهشون بسیار خشن بود، مجبور بودن برای بقای خودشون بجنگن. میرفتن یه قبیله دیگر رو فتح میکردن، اونجا قنایم میگرفتن، نمیدونم آب میگرفتن، یه جاهایی به اون وسایل اولی زندگی که محتاج بودن به دست میآوردن. همه ما همینیم، نه فقط عرب. شما نگاه کنید اگر یه منطقه از ایران خشکسالی بشه، چیزی برای خوردن نباشه، مطمئن باشید اون مردم مهاجرت میکنن. اگر قوانینی توی ایران نبود، مطمئن باشید همون مردم به جنگ میرفتن. پس اینا عرب جاهلیت نبودن، اینا انسانهایی بودن که زندگی میکردن، دنبال حق حیات خودشون بودن. حالا اون زمان قانون نبوده، مرزبندی نبوده، کشور نبوده، برای خودشون می جنگیدن، برای بقاشون، همونجوری که من برای بقا می جنگم. پس عرب جاهل نبوده. این یک نکته. یک نکته دیگه در مورد حجاب. حجابی که اسلام میگه، حجابی که جمهوری اسلامی و طالبان و فلان و فلان میگه، و خیلی از زناشون میگن اگر حجاب نداشته باشیم مورد تجاوز و تعرض قرار میگیریم. معذرت میخوام من حرفو میزنم، مرغ و الاغ و گوسفند و اینا چی بپوشن که بهشون تجاوز نشه؟ حدیث و آیه و اینا در مورد تجاوز به مرغ و همین امین خمینی خودش گفته، اصلا یه چیزایی گفتن. اینا چه کار کنن؟ چی بپوشن؟ اینا که تو طبیعت هستن، اینا دیگه پوششی احتیاج ندارن. میگم دستورات خطرناکیه. شما نگاه میکنید به اسلام، طرف میاد میگه طالبان مسلمان اسلام نیست، جمهوری اسلامی اسلام نیست، داعش اسلام نیست. پس ما باید مجبوریم به منابع رجوع کنیم، به قرآنشون. میریم میبینیم دستور قتل، دستور کشت و کشتار، دستور تجاوز. اصلا چرا اگر زن احترام داره در اسلام، برده یعنی چی؟ ببخشید کنیز یعنی چی؟ زن دیگه کنیزه، کجاش این احترامه؟ چرا یک مرد میتونه 4 تا زن بگیره؟ همون پیامبرشون خودش این کارو میکرد.
شما فرمودید 11 تا زن گرفته به غیر از اونایی که کنیزش بودن. حالا این آمار درستی در دسترس نیست، شاید هم بیشتر از اینها باشه. حرفهای زیادی هست، یه موضوعی هست که من وقت دوستان رو نمیگیرم، خوشحال میشن دوستان هم نظر بدن. من در خدمت. سپاس از شما آقای ترغیبی عزیز. بله، به موارد مهمی اشاره کردیم و واقعا نمیشه منبع درستی پیدا کرد که این موارد رو مورد بررسی قرار داد. خانم سوارکوب، ما یک طرفی دارتون بسان. من اول میخوام در جواب این دوستمون یک چیز کوچیک بگم. این که ما آثاری پیدا میکنیم، آثار تاریخی پیدا میشه بعضی مواقع و نمونه های زیاده از دوران، حالا به قول حتی ما قبل تاریخ، قبل از میلاد مسیح، قبل از پیدایش مثلا تمدن های اولیه، ولی وقتی آثاری از وجود سواد علم در مورد قومی که عرب الان نامیده میشه پیدا نمیشه، به همین خاطر، شاید به همین خاطر بوده که میگن عرب جاهلیت، به اضافه این رفتار خشونت آمیزی که به سندیت قرآن اونا انجام میدادن. یعنی اگه این دوستمون تا حالا کتیبه چیزی که نشون دهنده از جاهل نبودن عرب تا حالا مطالعه کردن، جایی دیدن، عکسی دیدن، به ما بگم، من خودم شخصا خوشحال میشم که یه نشونه باشه که بتونم حداقل در موردش برای اطلاعات خودم یه تحقیق کوچیکی کنم. و اینکه درسته کنیز بوده، کنیزم به زن میگن و حلالم بوده بسوارش، اما برده هم بوده که به مرد اطلاق میشده و طبق اسناد و مدارک هم توی اسلام برده هم وجود داشت. این در جواب این دوستمون آقا میلاد، فامیلیشون یادم رفت، که در جواب این دوستمون بگم. و یه سری نقص حقوق بشر یا کلن ضد زن قوانین وجود داره که بیشترش در حوزه خانواده است، مثل اجازه تعدد زوجه برای مرد و عدم اجازه درخواست طلاق برای زن، که کلن عقد یک قرارداد اما فسخش یک ایقاع، یعنی به درخواست یک طرف که مرد هست اون انجام میشه حتی بدون وجود دلیل درست و قانع کننده، فقط مرد تصمیم میگیره که طلاق بگیره، حق و حقوق زن رو میده و بای بای خدافظ همین، و دادگاه مجبوره که اون رو اجرا کنه. تفاوت های زیادی وجود داره در قوانین ارث بین زن و مرد، در حق حضانت فرزند، و کلن زن رو جنس دوم میدونه و حتی در جاهایی خیلی تفسیر شده که عقل زن رو کمتر از عقل مرد میدونه. اگر زنهای ایران، حالا تاجهی که من میدونم یک جامعه فمینیستی به وجود اومده که ضد اسلام و قوانین اسلامی هستن، به خاطر اصولا این قوانینی هست که خیلی مستقیم به شعور و فهم یک زن داره توهین میکنه، مثل اینکه شاهد بودن زن به تنهایی معتبر نیست، هر دو تا زن یک مرد حساب میشه و خب این اصل زن بودن و انسان بودن رو زیر سوال میبره و اصلا زن رو به عنوان یک انسان کامل و بالغ نمیشناسه. از طرفی میاد در موضع ازدواج سن بلوغ زن رو 9 سال قرار میده و توقع داره دختر بعد از 9 سال مسئولیت یک زندگی کامل رو عهده بگیره، بدون اینکه حالا در نظر بگیره چه عواقب و چه مسئولیت هایی براش داره. اما برای پسر میاد 13 سال. درسته در همین اسلام برای مرد هم نقص هایی وجود داره، اما باید خیلی راحت قبول کنیم که این نقص ها برای زن ها خیلی 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 بیشتر و پررنگ تره و خب به واسطه تاریخ مرد سالاری که توی حالا کل دنیا وجود داشته و خصوصا توی جامعه ما این تکه خاورمیانه وجود داشته، این قوانین خیلی پررنگ ترن.
امیدوارم روزی باشه که زن و مرد نه در حرف در عمل هم کنار هم دیگه برابر و مساوات باشن. ممنون از اینکه ما که در اختیار من گذاشتید. سپاس از شما خانم سوارکوب عزیز بابت مشارکت. صحبت های آقای قربانی را میشنویم، بعد آقای فرغولی پاسخ بدن. آقای قربانی بفرمایید. درود بر عزیزم. من می‌خواستم در تایید همون نظراتی که بیلاد عزیز گفتن یه مقدار صحبت کنم. دوستان، خشونت‌هایی که بهش اشاره می‌کنین، خشونت‌ها از طرف اعراب نیست. خشونت‌ها از طرف مسلمانان هست. مسلمانان همین خشونت رو علیه اعراب هم به کار بردن. یعنی مسلمانان کمتر از ایرانی ها اعراب رو نکشتن. شما فقط برگردیم به تاریخ اسلام. ببینید خشونتی که اعمال میشه، خشونتی که به عرب اعمال شد، به نظر من اگه برگردیم به جامعه عرب، عرب بیشتر از ایرانیان برای اسلام عزیزانشون از دست دادن. بعد یه مسئله دیگه هم راجع به بازم همون در رابطه با این مثلا تبلیغاتی که اسلام به نفع خودش میکنه که اومد جاهلیت رو مثلا از عرب گرفت. ببین قبل از اومدن اسلام زنان عرب آزادی بیشتری داشتن. همونجور که میلاد عزیزم گفت شما خدیجه رو دارین. بعد اگه به یک کتاب خیلی خوبی هستش که شعرهای عرب قبل از اسلام رو جمع کردش. در اونجا ببینید که بسیاری از شعرها زنان هستن. زنان شاعر که شعرهای کلاسیک عرب رو سرودن. بعد یه موضوع دیگه ای که به نظر من بازتیز هستش خود به اصطلاح عایشه هستش. ببین عایشه فرمانده نظامی بودش. بعد اینو باید از اینجور در نظر بگیرید که تقریبا 200 سال بعد از اسلام، بعد از محمد، فقه شکل گرفت و روحانیون فقه اسلامی رو شکل دادن. یعنی 200 سال اول این سختگیری هایی که بود نبودش. بعدا روحانیون و متکلمین و فقها اومدن و فقه اسلامی رو شکل دادن و فقه اسلامی هستش که این محدودیت ها رو داره. من خلاصه هر همین دوستم، اعراب مثل ما انسان های صلح دوستن، مثل ما انسان های خیلی هم شریک هم خیلی از اعراب، ولی اسلام هستش که خشونت ترسه. یعنی توی اسلام جهاد، یعنی جنگ، یکی از اصول دینه. ببین ما اگه اینا رو نبینیم فکر میکنیم که اعراب بودن که به ما حمله کردن. اعراب به ایران حمله نکردن، اسلام به ایران حمله کردن. ممنون از سپاس از شما آقای قربانی عزیز بابت مشارکتتون. آقای فرغولی بفرمایید. ما گرفتید. من در جواب سوالات همکار عزیزمون اینو بگم که متاسفانه هیچ کتیبه‌ای ما نمیتونیم از زمان قبل از اسلام از اعراب به دست بیاریم. چون گفتم یه توضیح کوتاهی هم دادم، گفتم اعراب برای بقا خودشون قبیله‌ای زندگی میکردن، از یه جایی پا میشدن میرفتن یه جایی دیگه، جای ثابتی نداشتن. این مکه و مدینه هم که شما میبینید، مکه تقریبا فقط ثابت بوده، همون خانه خدایی هم که هست، خانه اللهی هم که میگن ابراهیم ساخت و اینا یه سری داستانهایی هست که درست کردن خودشون. و اون خانه خدا هم که میگن چند بار سیل زده، خراب شده، ویران شده، همینجوری که نبوده، در طول تاریخ تغییر کرده. ولی ما هیچ کتیبه‌ای، هیچ نمونه تاریخی مثل ایران باستان که دارای فرهنگ و تمدن بوده و ما کتیبه حقوق مشهور حقوق بشر کوروش رو داریم، در اعراب متاسفانه نداریم. گفتم علتش این است که قبیله‌ای بودن و برای بقا خودشون به هر جای می‌رفتن غارت می‌کردن، نمی‌دونم مجبور بودن دزدی کنن که بقای خودشون رو حفظ کنن. در مورد اسلام هم نباید ما به حاشیه بریم که بگیم نه این اسلام واقعیه، نه اون نیست، این فلانه فلانه. ما بخوایم استناد کنیم فقط به یک منبع میتونیم استناد کنیم، قرآن. شما
اگر به حدیث استناد کنی، حدیث نمیدونم امام صادق، امام جعفر، نمیدونم از اون طرف برای سنی ها، برای فلان شیعه، نمیدونم حنفی فلان، این فرقه های مختلف هر کدوم خودشون یه منابعی دارن و وقتی میری به حدیث مراجعه میکنی میگن نه این حدیث صحیح نیست، این ضعیفه، این قویه، این فلانه، ولی برای قرآن نمیدونن، نمیتونن دلیل بیارن. مثلا شما طبق قرآن بگو محمد کودک همسری رو رواج داده، دیگه نمیتونن منکر بشن. خودشون هم همین عملی که امروز انجام میگیره، کودک همسری زیر کودک 9 ساله رو میتونن باهاش ازدواج کنن، دیگه توی قرآنشون هم اومده. بردهداری، کنیز، کنیزگیری، همه اینا تو توی قرآنشون اومده، نمیتونن زیرش بزنن. در مورد این که همکارمون گفتن خب کنیز بوده، برده هم بوده، برده ها مرد بودن، بله منم میگم 100% این موضوع بوده و این تا چند سال پیش هم اگر دقت کنید برده های آفریقایی رو می آوردن توی اروپا و فرانسه و نمیدونم آمریکا، برده بودن. اینها قوانین انسانی بود یک زمانی تا همین چند سال پیش خودمون، اینا چیز جای خیلی دور نیست. همونجوری کنیز بوده، برده هم بوده، در میان عرب هم بوده. حالا جدای از اینا شاید در ایران طبق اون قانون و اون تمدنی که وجود داشته بردهداری و شخصی مثل کوروش اومده منع کرده، گفته نکنین. حتی برده های کشورهای دیگر هم تصرف کردن، آزاد کردن اون برده ها رو. اینا قوانین خوبی بوده که در ایران شکل گرفته. همین، اگر سوالی هست من در خدمت. باز شما آقای فرقودی عزیز بابت پاسخ خیلیتون. خانم دهبزرگی بفرمایید، مایک طرف برید. بسیار سپاسگزارم از نقطه نظر دوستان. آقای تعقیبی عزیز مخصوصا در جواب اون نظر اولتون آقای تعقیبی، من اینو یکمی میشکافم، باز میکنم شفافتر. ببینید، من اومدم یک پژوهشی که حالا از اسلامی که من نه تایید میکنم نه تکذیب میکنم نه هیچ نظر خاص نسبت بهش ندارم، یعنی کاملا بی‌طرف، اون چیزی که تحقیق شده که به دست من رسیده از طرف خب منابع مشخصی که نوشته شده در مورد اسلام، حالا این کوتاهی که صحبت کردم در موردش و همینطور در مورد ایران باستان. ببینید، من اومدم اینا رو با هم مقایسه کردم و اطلاعات دادم و خودم هم خیلی آموختم ازش و مقایسهش کردم با زمان امروزی جمهوری اسلامی ایران. حالا خارج از این جمهوری اسلامی ایران، این دوتا مورد رو که بخوایم با هم مقایسه کنیم و یک کمی بیشتر راجع بهش عمیق‌تر فکر کنیم و به اصطلاح من خودم نظر شخصیم هست که وقتی بخوام موضوع اسلام رو ببینم، من به خودم میگم اجداد مایی که اجداد من ایرانی که خودشون در زمان خودشون حقوق برابری رو داشتن، یعنی هم حتما اسنادی هست در کتیبه های هخامنشیان در تخت جمشید امروزی. من خودم شیرازی هستم، خودم رفتم دیدم تو موزه تخت جمشید همچین نوشته های کتیبه هایی که دانشمندان یا ایرانشناسان خط اتریشی و آلمانی اینا رو ترجمه کردن که همونطور میگین مثلا حالا همه ما ایرانی ها بهش افتخار میکنیم که بله اولین کتیبه نوشته شده قوانین برابری و حقوق بشر مال ما ایرانی ها هست، ولی به نظر من این هیچ حس برتری به ما نمیده که ما نسبت به انسان های دیگه برتریم. نه، ما فقط به عنوان یک ایرانی و اون تمدن، تاریخچه یا کتیبه هایی رو که به قول شما از ما به دست اومده، از ما ایران، باستان ایران به دست اومده و از عرب ها به دست نیومده، اینا میتونه ثابت کنه که مثلا ما زمان خودمون برابری حقوق داشتیم. حتی زنان و مردانی که در ساخت خود بنای تخت جمشید مشغول به کار بودن از دستمزد و حقوق برابر برخوردار بودن. زنان مرخصی زایمان داشتن، حقوق زایمان داشتن، یعنی اینا مستند به دست اومده. خب
ولی همجور که شما فرمودین درست می، شاید من کلمه نامناسبی رو به کار بردم و کلمه جاهلی یا جاهلیت اصلا اشتباهی که ما بخوایم برای اعراب به کار ببریم. ولی اعراب یا حتی آمریکا یا حتی اروپایی که همشون مهاجر هستند، یا اعراب حالا به دلایل همون آب و هوایی و جغرافیایی منطقهشون، یا حتی ایران به دلایل منطقه جغرافیایی اون مردمی که زندگی میکنن، مثل عشایرمون، مثل ترک‌هامون، ترک‌های فارس، همه کوچنشین هستن. برای بقایشون اصلا طبیعت برای بقا بهشون این راهو میده که باید کوچ کنی تا زنده بمونی، باید کوچ کنی که آب و غذا و منطقه خوش آب و هوا برای بقا و زندگی خودت و داماد پیدا کنی و داشته باشی. دقیقاً اعراب هم همچین چیزی داشتن و هنوز هم دارن و این نشانه جاهلی یا عقب موندگی یا هیچ نکته منفی نیست. این اصلا طبیعتیه که سر راه انسان اتوماتیک قرار داده، اینو هممون قبول داریم. ولی اعراب یا حتی اروپایی ها یا آمریکایی ها، من اینو میگم چون اون تاریخچه، چون اون پیشینه، پیشینه تاریخی که ایرانی ها 4000-6000 سال پیش توی شهر سوخته زاهدان، من خودم رفتم دیدم توی شهر سوخته زاهدان، وقتی که یک دختر 9 ساله رو چشمش رو عمل جراحی میکنن که با اون به اصطلاح نخهای بخیه سیم و از بافت طلا، از سیمهای زر و طلا استفاده شده، پارچه بافی اولین بار تو اقوام آفریقا پیدا شده و اقوام مثلا قسمت آریایی ها و مادها و پارس ها پیدا شده. من منظورم به اینه وقتی ما توی اون تاریخچه و پیشینه تاریخیمون برابری حقوق انسان ها رو داشتیم، متاسفانه بعد از حالا پیدایش پیامبری به نام محمد و اون قوانینی به نام دین اسلام و اعتقادات و اینها پیش اومده که برای اون منطقه اعراب کار میکرده، اون قوانین برای اون منطقه بوده که به قول شما اعراب میرفتن میجنگیدن، غنایم جنگی به دست میبردن، تو فرهنگ و قوم و خانواده شون کنیز بوده و و و برای اون منطقه کار میکرده. انگار که من برم دکتر یه نسخه بگیرم، اون نسخه فقط مناسب منه، فقط به درد من میخوره، برای کسی دیگه جواب نمیده. من میگم اون اسلام و اون قوانینم برای اون مردم اون زمان خوب بوده، جواب میداده، نه برای قوم و ایرانیانی که خودشون اون قوانین برابری و پرهیز از خشونت و مهرورزی و درستی و نیکوکاری و نیکندیشی رو داشتن. حرف من اینه. ولی متاسفانه خب به دلایل همون سیاسی حکومتی تغییر تاریخ تا به امروز، همیشه کسانی که سر قدرت رسیدن نیومدن که رفاه رو برای انسانهای اون جامعه و مردمشون فراهم کنن یا عدالت رو برقرار کنن، فقط از اون قدرت، از اون پول، از اون موقعیتی رو که به دست آوردن با اعتقادات فرهنگی، دینی، اعتقادی به اصطلاح مردم اون منطقه سوء استفاده کردن و رسیدیم به اینجا که هم زن ایرانی هم مرد ایرانی رو مورد ظلم و جنایت قرار دادن، مورد نابرابری حقوق انسانی قرار دادن. دقیقا تمام نقطه نظر من، تمام بحث من، حرف من نسبت به اسلام یا نسبت به ایران یا نسبت به اعراب همینه. دقیقا الان هم اعراب هیچ فرق نمی کنه، چه از عربستان باشه، چه از کویت و بحرین باشه، چه اعراب ایرانی باشه. حتی ما تو آفریقا هم اعراب داریم، کشوری به نام رواندا. من شباد کومنتار فیلم میبینم به زبان آلمانی که هم اطلاعات عمومی خیلی خوبه به دست میارم هم برای زبان. کشوری به نام رواندا هست، حالا دوست داشتین تحقیق کنید. رواندا یکی از کشورهای آفریقایی هست. اصلا توی کشور همجور که میگین خیلی وقتی نیست، شاید مثلا 70 سال پیش، 200 سال، از 200 تا 70 سال پیش بردهداری اصلا قانون بوده، رسمی بوده. و چقدر اصلا اعراب اونجا دارن زندگی میکنن و اکثرا مسلمونن، چقدر ایرانی و حتی اهل شیراز اونجا زندگی میکنن، شیرازیایی که اجدادشون مهاجرت کردن آفریقا و اونجا ساکن هستن، اصلا مسلمونن. بحث من این هست که ما چون خودمون یک تمدنی، یک پیشینه تاریخی داشتیم که درونش یک برابری حقوق زن و مردی بوده که با اون کتیبه ها ثابت شده و به دست اومده، ما به این بیشتر مستند میتونیم بکنیم. راست میگید شما آقای تعقیبی، تا به اون اسناد نداشته یا شاید هم داشته به دست نیامده از مثلا منطقه
جغرافیای عرب‌ها. به این دلیل هست متاسفانه هنوز بین حتی ماها یا اون محققان خیلی اختلاف نظر هست، چون هیچ چیزی، بعضی چیزا هیچ حکم 100% مشخصی متاسفانه راجبش وجود نداره. و یه چیز دیگه ای که هنوز بعد از 1400 سال قوانین اسلام هنوز داره اون اجرا میشه، در حالی که این اشتباه قانون به مقتضیات نیازهای جامعه، به نیازهای روزگار، به نیازهای مردمان و انسانها باید آپدیت بشه، باید تغییر کنه. به قولن اگر اون قانون بردهداری که قانون بوده، کنیز و کلفت و برده قانون بوده، ولی اگر مردم برش آپدیتش نمی کردن، نمی جنگیدن، چه بسا من و شما الان کنیز بودیم، برده بودیم. بنابراین این هست که اون قوانین باید به رفاه، با توجه به رفاه انسانها، نیاز انسانها، حفظ کرامت انسانی انسانها آپدیت بشه، بروز بشه. اینا مهمه، حالا چه از ایران باشه، چه از اسلام باشه، چه از مسیحیت و کلیسا باشه، از هر جایی میخواد باشه، که همینو ما داریم الان توی جامعه های اروپایی میبینیم، دارن کم کم دارن آپدیت میکنن. و این نکته آخر رو میگم و قطع میکنم حرفمو، تمام میکنم. در زمان ما هم همه، حالا مخصوصا جوان ها و پسرها و نوجوان های ایرانی که من اینجا بهشون برخورد میکنم، خیلی سینه سپر میکنن، افتخار میکنن به اهورامزدا و داریوش و کوروش و و و. درست، این اوکیه، هیچ شکی درش نیست، حالا با توجه به اون مستنداتی که وجود داره از تاریخ به دست اومده. اما من، آدم باید عادلانه قضاوت کنه. همون کوروش و شاهان ایرانی هم در زمان خودشون بسیار کشورگشایی کردن، بسیار جنگیدن، از شامات تا هند پیش رفتن. ایران، ایران امروزی نبوده، خیلی بزرگتر بوده، ولی برای زمان آنها و حتی زمان امروزی ما، مردمان سرزمین شام و هند هم پادشاهان و ایرانیان رو متجاوز به کشورشون میدونستن. قطعا هیچ زمانی جنگ خوب نیست، قطعا هیچ زمانی غارت و کشتار و کشورگشایی خوب نیست. بله، برای ما ایرانیان مثلا افتخار بوده، ولی هنوز برای اون مردم سوری یا مردم شام سابق قدیم یا مردم هند، مثلا اون کشورگشایی و گرفتن سرزمین و خاک و آبا و اجداد و به اصطلاح زنان و مردان و همه چیشون غارت بوده، جنگ بوده، ستمگری و جنایت بوده. میدونید، باید بی‌طرف آدم به اینها نگاه کنه. و واقعا من خودم سعی میکنم یک آدم بی‌طرفی باشم نسبت به اینها و سعی کنم واقعا فقط به اون کرامت انسانی، به اون نفس انسان، به اون هویت اون شخص احترام بذارم. شما هر اعتقادی داری، تا وقتی که به دیگری ضرر نزنی، زیان نرسونی، ستم نکنی، ظلم نکنی، قابل احترامی. ولی به هر اعتقادی، به هر دینی، به هر چیزی باید بازدارنده بشه. من سپاسگزاری میکنم، رها میکنم مایک رو. سپاس از شما خانم ده بزرگی عزیز بابت پاسخگوییتون. خانم بیرجنگی بفرمایید، مایک طرفش. خب، عرض سلام دارم خدمت همه دوستان، خسته نباشید. ممنون از سخنرانی های خوب و همچنین اظهار نظرهای عالی که دوستان داشتن. اول یه خواهشی دارم از دوستان که لطفا صدقاشون رو رعایت کنن، چون زمان طولانی منتظر میمونیم تا یک نفر صحبتش تموم شه، اظهار نظرش تموم شه و نفر بعدی بتونه انجام بده. دوستان، نظر من در واقع در این مورد از ابتدا اگه بخوام شروع بکنم، میتونم اشاره کنم به این که حالا طبق تحقیقی که قبلا من انجام داده بودم، که زن از منظر دین در واقع این بررسی رو انجام داده بودم، اینه که همه چی از اینجا شروع میشه که زن در گذشته، یعنی ما خدایان زن داشتیم، خدایان اون زمان زنها بودن. اما از زمانی که در واقع پای دین به وسط اومد، که میتونم اولین صحبتشم بگم که زن برای آرامش و آسایش مرد آفریده شد، حالا طبق گفته کتاب مقدس اگر بخوایم در نظر بگیریم، یا اینکه از دنده چپ مرد زن آفریده شد و اینجور مسائل. پس از زمانی که دین در واقع پاش به وسط اومد، ارزش زن پایمال شد اینجا و
همونطور هم که میبینید ما در هیچ دینی تا به الان نه پیامبر زن داشتیم، نه پیام‌آوری داشتیم، نه کتابی از زنی داریم که بخوایم بگیم پیامبر بوده در هر زمانی. پس فقط به خاطر اون نگاه مردسالانه دینی هستش که وجود داره و تا الان ادامه پیدا کرده. اما اسلام همطور که آقای ترغیبی عزیز گفتن کاملا درسته، زمان قبل از اسلام چون عرب قبیله‌ای بودن و قبیله قریش هم از قبیله ثروتمندی بوده و همطور که گفتن خانم خدیجه هم هم بازرگان بودن، هم حسابداری میدونستن، زنان اون موقع به کارهای بازرگانی و حسابداری مشغول بودن. اما بعد از قضیه اسلام که حالا احکامی به قول معروف اومد، من فکر میکنم که اول اگر بخوایم به تورات مراجعه بکنیم که شریعتش بسیار بسیار سختگیرتر از اسلامه و خیلی چیزهایی از اسلام هم از همون کتاب برداشته شده، اینه که زن همطور که عرض کردم از به وجود اومدن دین در واقع همینطور هی اومده ارزشش پایین و پایین تر تا به الان. اما بعد از اسلام، اولین که بگم زنان عرب به خاطر حالا ژنتیکشون و موقعیت جغرافیایی که بوده اندام درشتی داشتن و همینطور زود به سن بلوغ میرسیدن. اگر ازدواج 9 سال رو برای دختران گذاشته بودن به خاطر این شرایط بوده و دوم زنده به گور کردن دخترها هم به خاطر اون قبیله هایی بوده که در فقر مالی زندگی می کردن و به خاطر اینکه به هر حال نداشتن که نه بخورن نه کار دیگه، اینی که دخترهاشون رو زنده به گور می کردن و این تو تمام قبیله های عرب شایع نبوده، یعنی به این صورت نبوده که همشون اینطور باشن و همطور که گفته شد قبیله قریش هم خدمتتون عرض کردم که قبیله ثروتمندی بوده. اما کلا نظر من نسبت به این مسئله اینه که با وجود دین این اتفاق برای زن افتاده و اگر مسیحیت رو میبینی که الان حالا کشور اروپایی کم ریفرم شدن به خاطر اتفاقاتیه که حالا در جنگ های مسیح صلیبی به قول معروف بخوایم در نظر بگیریم صورت گرفته که یکم ملایم تر شده. بله اگر اون هم به همون صورت پیش میخواست بره مطمئن باشید که الان از اسلام هم بدتر. مرسی، ممنون که این تایم رو به من دادین، من مایکم رها میکنم. سپاس از شما خانم بیژنگی عزیز بابت مشارکت. آقای ترغیبی بفرمایید، ما اعتراض شما. من عذرخواهی میکنم از تمام همکاران، یکم شاد پر حرفی کنم وقت دوستانم بگیرم. به نظر من جاهلیت اگر به معنی که ما میبینیم، ما شنیدیم، ما خوندیم، اگه باشه مربوط به قبل اسلام نیست و دقیقا به بعد اسلام، یعنی درون اسلام، درون دین شکل گرفته. شما نگاه کنید، ما در طول تاریخ از زمانی که جامعه بشری قبیله‌ای شد و در کنار هم شروع کردن به زندگی، ناخودآگاه یه قوانین باید وضع می‌کردن که این قبیله نگه داشته بشه، در کنار هم باشن، شاید با قبیله‌های دیگه جنگ می‌کردن، دعوا می‌کردن، ولی برای خودشون یه قانونی گذاشته بودن اون قبایل که زندگیشون به خطر نیفته، همدیگر رو نکشن. ولی متاسفانه یه قوانینی میاد به اسم قوانین دین، حرف خداست، حرف خدا هم که قابل تغییر نیست. وقتی خدا میاد، کت خدا میاد، پیامبر میاد، نمیدونم ولی فقیه میاد، نمیدونم امام زمان غیب میشه میره تو چاه، در نمیاد، معلوم نیست کی در میاد، کی ظهور کنه. همه اینها به دنبال دین میاد. سرمنشه تمام ادیان میرسه به یک خدای خیالی. این خدای خیالی ما آفریدیم. در واقع ما برای این خدایان خیالی، بگیر خدایانی که بت بودند، خدایانی که مثل نمیدونم اهورامزدا و اینا، همه در خیال ماست. یعنی یک انسان امروز نمیتونه بیاد ثابت کنه که خدایی وجود داره، حداقل در حد این خداهایی که تعریف کردن. به هر حال گذشته چیزیه که گذشته و به درد ما نمیخوره.
قوانینی که گذشته منسوخ شده به درد انسان امروز نمیخوره، ولی مقدس شدن. مقدس شد، همین مقدس شدن باعث شد که مردم خدا باور ایران یک خدایی به اسم خمینی بیارن، روشون حکومت کنه، بکشه. دهه 60 و قتل عام ارتشیان و نمیدونم زندانیان سیاسی و اینا رو انجام بده، ولی باز هم وقتی که مرد مردم ایران دسته ای رفتن به استقبالش، چون خداشون بود دیگه. شما میبینید توی گینس ثبت شده دیگه، رکورد بزرگترین مراسم تشییع جنازه مال خمینیه. بس هم سر مقدس بودنه، این تقدس که میاد عقل انسان رو از کار میندازه. و واقعا ما خمینی رو دیدیم چه کاری، چه بلایی سر انسانهای ایرانی آورد و همشون رو قتل عام کرد. بازم بازماندگان اونا رفتن و در تشییع جنازه شرکت کردن، حتی فیلماش هم هست که اون کفن خمینی هم پاره میکنه، به حدی براشون مقدس بود. این یک حرفی هست میگه از ماست که بر ماست، واقعا از خودمونه. ولی خوشبختانه از روزی که من توی این کانون اومدم و میبینم دوستان در کنار هم دارن حرف میزنن و در بخصوص فضاهای مجازی شکل گرفته، یک خرد جمعی داره در بین ایران شکل میگیره. امیدوارم این نوع خدا برای ایرانیان تغییر نکنه و به سمت یک دیکتاتوری نرن. یعنی یک نفر رو بیارن مثل خمینی باشه، مثل هر کی، بشونن اون بالا بگن این خدای ماست. این خدا خداست ولی دیکتاتور میشه، این خدا از جنس ماست ولی دیکتاتور میشه. امیدوارم ما از این خدا پرستی دست برداریم، چه از نوع بتش چه از نوع خیالیش، و به علم مراجعه کنیم. علم نوپاست ولی خرافات به عمر انسان قد میده. من در خدمت. سپاس از شما آقای ترغیبی عزیز. بله واقعا امیدواریم که این بت‌سازی و خداسازی مردم تموم بشه و مردم به یک آگاهی فرهنگی برسن که بر اساس اون آگاهیشون فرد متناسب و شایسته رو انتخاب کنه. خب دوستان، وارد بحث آزاد خواهیم شد با موضوع مدیریت بحران و حق مسکن. لازمه به اتفاقات اخیر اشاره کنم، به زلزله خوی که متاسفانه خیلی از هموطنامون بر اساس این زلزله نه تنها مسکنها و خونه‌هاشون نابود شد، بلکه دولت جمهوری اسلامی مواجه شد با کمبود چادر و هزاران موزل دیگه. و به نظر من طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق مسکن یکی از موارد بسیار مهمیه که باید تمامی دولت‌ها و حکومت‌ها به اون بپردازن. از عزیزان میخوام که در این بحث شرکت کنن و نظرشون رو راجع به مدیریت بحران و حق مسکن بگن. ممنون. آقای ترغیبی عزیز بفرمایید. ممنون. من نظر خودم رو بگم در این مورد. شما نگاه کنین، ما جامعه ایران امروز که در یک چارچوب و یک مرز هستیم، هر زمانی که یک اتفاق طبیعی رخ میده یا غیر طبیعیش توسط دولت رخ میده، یه جایی قتل عام میکنن، کشتار میکنن، و این اتفاق طبیعی زلزله که اتفاق افتاد توی خوی تقریبا سال 96 بود، آبان 96 بود، برای من توی شهرم اتفاق افتاد، توی سرکل زهاب. این دولت هیچ کمک خاصی نکرد، یه سری چادر آورد، یه سری امکانات اولیه آورد، ولی دست دیگه اشخاص خاصی بودن، یعنی برای مردم نبود، برای اون اشخاص بود. اول شروع شد از کی؟ به جای اینکه شروع کنن از کودکان، از سالمندان، از اینا شروع کنن، به اینا اهدا کنن و جون اینا رو نجات بدن، متاسفانه شروع کردن به کسایی که نزدیک حکومت بودن. دقیقا در خوی حتی این اتفاق هم نیفتاد.
یعنی اون وسایل لازم که برای این مردم وسایل اولیه زندگی احتیاج مثل چادر اینا نه تنها نبردن، بلکه با دیدیم همون با یگانای ویژه رفتن اونجا با ماشین‌های آپاش تو سرما مردم رو خیس کردن و از این ورم اومدن کمک‌های مردمی که شکل گرفته بود ایست و بازرسی زدن در چهار طرف شهر و کلش رو مصادره کردن. این مصادره کردن توسط سپاه بود، همون اتفاق در روستایی که خودم زندگی کردم سال 96 اتفاق افتاد، مدرسه رو قرق کردن، کل وسایلی که از همیهنان یعنی به حدی کمک زیاد بود از اونجا می آوردن و توی مدرسه دپو می کردن، بعدش کلن می بردن به خزانه های سپاه و برای خودشون استفاده می کردن. در کل این موضوع رو می خوام بگم که حق حیات، حق مسکن برای انسان ایرانی، برای هر انسانی که در چهارچوب کشوری به نام ایران زندگی میکنه، برای جمهوری اسلامی هیچ ارزشی نداره و تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که خودمون با آگاهی رسانی، با در کنار هم بودن از همدیگه پشتیبانی کنیم. ممنونم. سپاس از شما آقای تقریبی عزیز. بله، متاسفانه مدیریت بحران از مواقعی که اتفاقات بحرانی میفته یکی از معضلات اصلی این حکومت بوده و هیچ وقت هم نتونسته راه حلی مناسب پیدا کنه در این زمینه. بنده تجربه شخصی خودم از زمانی که زلزله بم رو یادم میاد، از همون موقع این حکومت موزلی داشت در استان کرمان و مدیریت اون، و اتفاقات اخیر در خوی هم نشون میده هنوز نتونسته این مشکل رو برطرف کنه. خانم بیرجندی عزیز بفرمایید، مایک طرف بیارید. مرسی جناب شایان، ممنونم که این فرصت رو به من دادید. به نظر من اصلا ما چیزی به اسم مدیریت بحران نداریم تو کشورمون، به خاطر که ما مسئولی که تخصص در اون مسئولیتی که باید داشته باشه در واقع سرکار نداریم. از اونجایی که همیشه رانت و فامیل بازی و اینجور چیزا هست در مسئولیت های اداره کشور و فقط وزیر به طور مثال وزیر کار میاد جای وزیر صنایع میشینه، وزیر صنایع میره جای دیگه اونجا مسئول میشه و همجوری یه فامیلی داره فقط میچرخه و افراد با تخصصشون تو مسئولیت خاص قرار نمیگیرن. این خودش یه بحرانه برای کشور ما. و مسئله ای که هست الان، یکی طبق گفته آقای ترغیبی عزیز، از زمانی که زلزله پل ذهاب اومده تا الان من فکر میکنم هنوزم مسکن درستی ندارن مردم اونجا، هنوز سر و سامونی داده نشده بهشون. و اینکه جمهوری اسلامی اصلا توجهی به این مسئله نمی‌کنه که یه چیز طبیعیه و همه ما با این مسئله آشنا هستیم و میدونیم که کارهای دیگه انجام میشه، حتی کمک‌های مردمی هم که شد من فکر می‌کنم اگه دفاع کرده باشن برای خودشون، به نظر شخص بعده این که جمع‌آوری شده و به صورت کمک به کشورهای دیگه فرستاده شده، این میتونه کاری باشه که همیشه جمهوری اسلامی انجام میده. اما مورد مهمی که الان هست، ببینید از سر قضیه متروپول به این ور بارها، البته قبلش هم بود، بارها اعلام شد که تهران اگر زلزله بیاد خرابی و فاجعه بزرگی در واقع صورت میگیره. خب این الان مدیریت بحران باید اینو بررسی کنن، باید ساختمونایی که ساخته شده طبق همون رانت و پولی که بین خودشون رد و بدل میکنن و مجوز میگیرن و جایی رو میسازن، نه استانداردی هست نه هیچ چیزی. خب طبیعتاً ما باید واقعا منتظر این اتفاق باشیم. همطور نشست زمینی هم که الان میدونیم در تهران هستش، مخصوصا مناطق جنوب شهر، باید منتظر این قضیه باشیم. پس ما مسئولی نداریم در کشورمون متاسفانه که بتونه کاری انجام بده که در زمان این اتفاق حداقل به قول معروف صدمه و آسیب رو ببینیم.
من کوتاه میکنم حرفمو. امروز من یه فیلمی دیدم که اتفاقا یک مجری در کشور ترکیه بود که همونجا تو برنامهش استعفا داد، به خاطر که همونجا اعلام کرد از سال 1999 تو ترکیه اون زلزله‌ای که اومد باعث کشتار هزاران انسان شد در اونجا، زیر سوال برد مسئولای کشور رو که چرا از اون سال به این ور این ساختمون ها رو ساختن که امروز با این زلزله که در ترکیه اومد این همه خسارت و حالا چه جانی چه مالی به وجود بیاد. پس این نتیجه فقط بی‌مسئولیتی و بی‌کفایتی کسایی که دارن کشور رو اداره میکنن. مرسی، متشکرم از تایمی که به من دادید. سپاس از شما خانم بیزندی عزیز. بله، اتفاقا تهران رو مثال زدید. خودم به شخصه به اون دوران ساختمون پلاتو بودم، یعنی تو اون دوران که میدونستم که اخطاریه زیادی از سمت شهرداری به مراجع مربوط به ساختمون پلاتو اومده برای مدیریت و وضعیت بحران سیمکشی و درست کردن ساختمون، اما متاسفانه هیچ توجهی نمیشد و این فاجعه رو به بار آورد. خانم سوارکوب بفرمایید، ما طرفدار شما. یه قسمت از حرفایی که من میخواستم بزنم خانم بیژنده عزیز گفتن و من میخواستم اضافه کنم که ایران به قول معروف که درانتر هست میگه دایه دلسوز تر از مادر، برای وطن خودش، برای کشوری که داره روش حکومت میکنه دل نمیسوزونه. ولی من از وقتی که حالا عقلم رسید یه ذره سر در آوردم، سواد خوندن و شنیدن اخبار مثلا به دست آوردم، ایران یه جنگای نیابتی بوده در لبنان، در فلسطین، در سوریه، در هر جایی که حالا میخواسته اعمال قدرت کنه، اعمال نفوذ کنه، حالا شیعه پروری کنه و به هر دلیل. همه چیز که ایران سیاسیه، زلزله سیاسیه، سیل سیاسیه، همه چیز جنبه سیاسی به خودش میگیره و عدم مسئولیت دولت مردمون هم بهش اضافه میشه، بیکفایتی هم بهش اضافه میشه و فاجعه هایی به وجود میاره که الان نمیتونن جمعش کنن. از اون بر نمیذاره ملت خودشون کمک کنن و حسابایی مثل حساب علی دایی و علی کریمی رو مثلا میبندن، ببخشید کریم باقری رو میبندن، از اون طرف خودشون کمک رسانی درستی نمی کنن و از اون بر دولت های خارجی که دست کمک بلند میکنن و پس میزنه، ولی در عوض تا یه اتفاق یه گوشه دنیا میفته سریع میخواد کمک کنه، یعنی کمکی که به قول معروف چراغی که به خانه رواست به مسجد حرومه، کمکی که باید یه جای خودش انجام بده رو انجام نمیده و برای نمایش قدرتش، برای نشون دادن قدرت سیاسی و حکومتی خودش اینو بیرون از مرزهای این کشور عملا داره هزینه میکنه. و من با خانم بیژنی موافقم که اگه چیزی هم حالات به واسطه خیرین یا دولت جمع‌آوری میشه و به دست ملت نمیرسه، اینا هزینه‌اش رو داره بیرون از کشور انجام میده، داره اونجا هزینه میشه، اونجا داره سرمایه گذاری میشه یا به قول معروف اونجا نمایش داده میشه. ممنون که مایکو در اختیار من قرار دادید. سپاس از شما بابت مشارکتتون خانم سوارکو و عزیز. خانم دهبزرگی بفرمایید، مایک در اختیار شما. بله، سپاسگزارم. من خواستم به چند تا مطلب اشاره کنم که شما فرمودین آقای رضایی در مورد همون ساختمان پلاسکو و اینکه همینطور خانم بیرجندی فکر میکنم فرمودن دقیقاً وقتی که خود دولت جمهوری اسلامی خودش بحران هست، وقتی که پایه و بنیان یک حکومتی فاسد باشه دیگه هیچ توقعی ازش نمیشه داشت. ما هیچ متخصص، هیچ دانشمند، هیچ عالمی به عنوان مسئول حکومتی نمیشناسیم که بخواد یک دلسوزی بکنه، بخواد از اون دانشش، علمش، تخصصش، تکنولوژیش در اون شاخه‌ای که مربوط بهش میشه در ایران خدمت بکنه و
کار پیش ببره و هرچی دانشمند و متخصص هست یا تو زندان ها هستن یا مهاجرت کردن خارج از ایران، در هر صورت تمام مسئولینی که از نظر حکومتی باید پاسخگو باشن نسبت به بخش مسکن مردم، واقعا ما کسی نمیشناسیم که کسی متخصص باشه در بخش مسکن یا در بخش بحران. و همینطور راجع به این که چقدر از بین بردن جنگل ها و چقدر از بین بردن آب و خاک و منابع محیط زیستی و به دلیل ساختن شهرها و مسکنها، همین مسکن مهر مثلا، از اون طرف میان محیط زیست رو بهش صدمه میزنن و تخریب میکنن و از بین میبرن چون کارشناسی نشده این کار، از اون طرف میان یک ساختمون ها و شهرک هایی رو بنا میکنن باز اونم به دلایل منافع اقتصادی و پولی که خب درش بسیج و به خصوص ارگان سپاه در رأسش قرار داره. بنابراین نتیجهش این میشه که وقتی مثلا در مسیل سیلاب ها مثل اون چند سال پیش سیلی که توی شیراز اومد، خب اون دروازه قرآن دقیقا، من یادم بچه بودم اون قسمت کنار دروازه قرآن دره بود، اومدن اون دره رو پر کردن که مسیل آب بود، آب باید راه خودش رو پیدا کنه بره، که وقتی اینجوری دچار بارندگی ها و به اصطلاح مشکل یا حوادث پیشبینی نشده طبیعت پیش میاد، همچین اتفاقات و همچین تخریب ها و خساراتی برای ساکنین یا مردم پیش نیاره. خب ما میدونیم یک کشوری مثل ژاپن کشور زلزله خیزی هست، چقدر ما آمار تخریب خانه یا مسکن یا از بین رفتن مردم رو میشنویم یا داریم توی اخبارها؟ به هیچ وجه. قطعا هممون میدونیم، خود کارشناسان به اصطلاح کارشناس مسئولین دولتی هم میدونن که ایران به خصوص منطقه تهران یا اون به اصطلاح قله دماوند روی کوه آتش فشانی هست و بخشی از ایران روی به اصطلاح باند یا مرز زلزله خیز هست، نوار زلزله خیز هست. ولی آیا هیچ تدابیری اندیشیدن برای سلامتی یا حفظ سلامت و جان انسان‌ها یا جلوگیری از تخریب ساختمون‌ها؟ اصلاً فقط به منافع شخصی خودشون و به مسکنسازی و به توسعه شهر و به منافع اقتصادیشون فکر می‌کنن، به تخریب ساختمون‌ها، محیط زیست، جان و رفاه انسان‌ها که اصلاً توجهی ندارن. و تا حکومت اسلامی برقرار باشه و وجود داشته باشه، داستان توی ایران همچنان ادامه داره و بدتر میشه که بهتر نمیشه. و اینکه خب امید داریم به زودی مسئله از بنیان، از صورت مسئله حل بشه و درست بشه. ممنونم، من مایک رو رها میکنم. سپاس از شما خانم بهبزرگی عزیز بابت نظر و مشارکتتون در بحث آزاد. من الان در ساعت 3:38 دقیقه به وقت اروپای مرکزی با تشکر از همکاری تمامی عزیزان و فعالان حقوق بشر، پایان فراخوان این ماه نمایندگی منطقه اروپا رو اعلام می‌کنم. فراخوان خانم سونیا سوارکوب، بررسی قطعنامه استراسبورگ و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بانو فیروزه بهبزرگی، جایگاه زن در اسلام و در منظر جمهوری اسلامی ایران بود و بحث آزادی داشتیم با موضوع مدیریت بحران و حفظ مسکن. سپاس از شما بابت تمامی همکاریتون و مشاهدتتون. با اجازه، خدا نگهدارتون.